بفرمایید. با سلام خدمت همه همکنون گرامی، فرخان ویژه در کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر با موضوع حق اعتراض، حق امنیت شغلی و اجتماعی رو با هم آغاز میکنیم. مهمان جلسه ما دکتر رها ثابت سروستانی هستن. خوش آمد میگیم خدمتشون. بدون فوت وقت به سراغ جلسه میریم. ما نگران این هستیم که کارمون رو از دست بدیم. هیچ آینده و کار روشنی رو برای خودمون متصور نیستیم. با ما قرارداد کاری بسته نمیشه. در جریان اتفاقاتی که در محل کارتون میفته شما قرار نمیگیریم. این مواردی که خدمت شما گفتم ترسای شخصیه و بخشی از ترسایی که از نبود امنیت شغلی حکایت داره. احساسی که بسیاری از افراد با اون دست به گریبان. اما بخوام ببینیم امنیت شغلی چگونه احساسیه. اصلا چجوری بفهمیم که ما امنیت شغلی داریم؟ شاید تو تعریف سادهش اینه که امنیت شغلی یعنی این که کار من ثبات داشته باشه و کارهایی که در یک مجموعه انجام میدم به چشم مدیران مسئولین بیاد. چون وقتی ما تو کارمون امنیت داریم یعنی اینکه برای کار ما ارزش قائل میشن و در چنین حالتی میدونن که کارم آینده داره و فقط مشغول انجام دادن کارهای روتین مثل ربات نیستم و یک موضوع مهمتر از نظر مالی هم تأمین است. به سراغ مهمان جلسه میریم، خانم دکتر رها ثابت سروستانی، و صحبتهای شما رو میشنویم. خانم سروستانی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون، خوشحالم از دعوتتون و اینکه یک بار دیگه در جمع شما هستم. طبق معمول یک توضیح خیلی کوتاهی روی مفاهیم از بعد جامعه شناسی خواهم داد و بعد در خدمت همه دوستان هستیم که نظراتشون رو با توجه به شرایط کنونی ایران و حتی تجارب شخصیشون و آینده‌ای که برای ایرانی که از این مرحله گذار گذشته باشه می‌بینن در میون بگذارن، یعنی گفتگو و یک هماندیشی در واقع جمعی با هم داشته باشیم. فکر می‌کنم شما به خوبی موضوع امنیت شغلی رو از دو بعدش مطرح کردید. یکی این که تا چه اندازه وقتی از امنیت شغلی صحبت می‌کنیم اینه که تا چه اندازه در واقع در چرخه تولید کاری که یک فرد انجام میده ارزشمند محسوب میشه، تا چه اندازه شغلی که برای او در واقع تصور شده یا قرار داده شده در حد یک قرارداد روی یک کاغذ با یک امضا نیست، بلکه آینده ای رو هم برای او متصور میشه، یعنی به این معنا که در حالی که او داره کار میکنه میتونه فرد داره در یک چرخه تولیدی کاری رو انجام میده یا چیزی رو تولید میکنه، در واقع میتونه آینده ای رو هم برای اون شغل خودش در نظر بگیره. این آینده میتونه افزایش از افزایش حقوق باشه، از بالا رفتن رتبه شغلی که داره، از اینکه تا بحران هایی که در به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اون جامعه رخ میده تأثیری در واقع کارمند بودن او یا نبودن او نداره، یا اینکه شغلش رو از دست بده یا ادامه بده نداره. اما از یه بعد دیگه امنیت شغلی شاید خیلی از ماها کمتر بهش توجه میکنیم. امنیت شغلی به ربط پیدا میکنه به امنیت روانی، یعنی تا چه اندازه فردی که یک قراردادی رو امضا میکنه به عنوان کارمند یا کارگر از لحاظ روانی مطمئن هست که به هیچ دلیلی اون شغلی که داره رو از دست نخواهد داد. چرا نخواهد داد؟ چرا که موضوع اصلی، یعنی بعد اصلی شغل، یک شغلی رو قبول کردن یا پذیرفتن یا تعهد دادنی هستش که درآمدی داشته باشه و این درآمد اصولاً برای صرف، حالا در یه به یه شکل خیلی سادهش، برای صرف
و امور در واقع روزمره زندگی هست یا مخارجی که یک خانواده داره. بنابراین در امنیت شغلی یک موضوع خیلی مهم امنیت روانی اون افرادی هستش که دارن کار میکنن. و چرا این مهم هست؟ به این دلیل که هرچه که این امنیت روانی در واقع امنیت روانی سالمتری رو برای افراد به وجود بیاره، میزان وفاداری افراد به شغلی که دارن بالاتر میره. میزان وفاداری افراد به شغلی که دارن مساوی هست با کار با کیفیتی که انجام میدن و تعهداتی که مبتکرانه برای بهتر شدن اون در واقع تولیدی که دارن یا محیط کاری که دارن میدن، بدون اینکه ازشون درخواستی شده باشه. یعنی افراد خودشون رو بخش یا عضو فعال اون چرخه تولید یا اون محیط کاری میدونن که میبینن. اگر این امنیت روانی که به نوعی در واقع با خودش وفاداری رو به همراه میاره وجود داشته باشه، از یه طرف دیگه عدم امنیت شغلی که با خودش یه جور عدم امنیت روانی یا یک حالت در واقع نگرانی، خشونت و عصبانیت رو با خودش به وجود میاره، از تبعاتش عدم تعهد یا پایین بودن کیفیت کار یا کیفیت یا عدم پذیرفتن مسئولیت برای در واقع اون تولیداتی که داره میشه هست، که در واقع به نوعی این نشون میده که تا چه اندازه اون کاری که داره انجام میشه حقیقتا نه به خاطر این هستش که یک تولیدی برای پیشرفت باشه، بلکه فقط برای اثر گذروندن زمان برای رسیدن به موعدی هستش که در واقع حقوقی دریافت میشه. نکته دیگه که در فهوای این امنیت شغلی وجود داره و خیلی کمک میکنه به افرادی که این احساس امنیت و این سلامت روان رو داشته باشن در محیط کاری، این هستش که به جستجوی افزایش دانش و اطلاعات خودشون در زمینه کاری میگردن. یعنی در واقع میبینیم وقتی که این افراد امنیت شغلی دارن، کم کم به دنبال این میگردن، نه فقط کارگر یا کارمند بلکه کارفرما هم به دنبال فضاهایی میگرده، ایجاد فضاها و فرصتهایی میگرده تا دانش فرد و گروهش رو بالاتر ببره نسبت به اون شغلی که انجام میدن، نسبت به اون تولیدی که میکنن، و در واقع اونها رو سهیم میکنه در ابتکاراتی که باعث گسترش و پیشرفت و پرورش اون در واقع بیزنس یا اون شغل یا اون شرکت یا هر چیز دیگه میشه، یعنی محیط شغلی میشه. اما خیلی دوست دارم این امنیت شغلی رو یه پل بزنم بین امنیت شغلی و امنیت اجتماعی. اینم خیلی کوتاه عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستیم. و اونم این هستش که در واقع امنیت شغلی تا اندازه خیلی زیادی ثمره و نتیجه امنیت اجتماعی هست. و وقتی از امنیت اجتماعی صحبت میکنیم، اصولاً اونو نباید با در واقع امنیت ملی یا امنیت فردی با هم مساوی بگیریم، چون کاملاً متفاوته. وقتی از امنیت ملی صحبت میکنیم، یعنی داریم از یک ارزش ها و از یک قوانین یا از یک خطوطی صحبت میکنیم که دولت اونها رو به هر شکلی حفظ میکنه، حتی اگر امنیت اجتماعی و امنیت فردی افراد رو به مخاطره بندازه. وقتی از امنیت فردی صحبت میکنیم، مسئول اون در واقع فرد هست و بنابراین این فرد ممکنه که بخواد امنیت اجتماع یا امنیت ملی رو به خطر بندازه برای حفظ امنیت فردی خودش. اما وقتی از امنیت اجتماعی صحبت می‌کنیم، داریم در واقع از منافع یک گروه صحبت می‌کنیم. و وقتی از منافع یک گروه صحبت می‌کنیم، منظورمون یک گروه خاص نیست، بلکه منظورمون گروه‌ها، اقوام و طبقات خاصی هستش که در یک جامعه با همدیگه یک منافعی رو با هم دنبال می‌کنن. وقتی از این گروه های مختلف اجتماعی صحبت میکنیم، درش میتونه معمولا اینجوری از حداقل از بعد جامعه شناختی اینطوری تعریف میشه که زنان، جوانان،
اقوام، حالا کرد و ترک و اینا، اگر به ایران نگاه میکنیم، اقلیت ها، بازم چه اقلیت های زبانی، چه اقلیت های مذهبی، چه اقلیت های جنسی، همه اینها رو در بر میگیره و به نوعی امنیت اجتماعی به هر یک از این گروه های اجتماعی فضایی میده برای اظهار نظر، برای اینکه بتونن سنت ها، آداب و مراسم و یا اون در واقع ارزش هایی رو که دارن اجرا بکنن و دیگران رو هم در واقع به اون فضا دعوت بکنن. امنیت اجتماعی به نوعی بدون اینکه حتی دولت دخالت داشته باشه، یعنی میتونیم بگیم که بدون اینکه دولت دخالت داشته باشه میتونه خودش رو حفظ بکنه، هرچند که خیلی مشکله، ولی به هر صورت به وسیله دولت هم میتونه مورد تهدید قرار بگیره، به همون اندازه میتونه از طریق گروه های دیگری که میخوان که این امنیت اجتماعی رو در واقع تهدید کنن هم مورد تهدید قرار بگیره. مثلا وقتی گروه های شروع میکنن در واقع به آدم ربایی یا جرم جنایت هایی که به نوعی افراد یا بعضی از گروه ها رو سرکوب میکنن یا به قتل میرسونن، که اینها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در بین گروه های مختلف میشه، بدون اینکه بدونن مسئول یک جنایتی یا مسئول یک قتلی چه فردی یا چه گروهی بوده. از جمله دیگه در واقع تهدیدهایی که میتونه برای امنیت اجتماعی وجود داشته باشه با توجه به مسائل ایران، میتونه فقر اقتصادی باشه، از جمله خشونت‌های خانگی باشه، یعنی خشونت‌هایی که به نوعی تعریف میشه در محدوده یک خانواده، فساد و فحشایی باشه که به نوعی از دایره در واقع عرف که مورد قبول اکثریت جامعه هست خارج میشه، یعنی ارزش هایی که به نوعی اکثریت جامعه اون رو میپذیرند خارج میشه. و یکی دیگرش میتونیم در واقع موضوع اعتیاد به انواع موادی باشه که فرد رو از حالت طبیعی خارج میکنه و بنابراین اون فرد به خودش اجازه میده که به حریم دیگران یا به حریم گروه‌های وارد بشه و یا تعرض بکنه. از جمله مسائل دیگه بیماری‌ها و اختلالات روانی هستش که پذیرفته نمیشه، درمان نمیشه و یا اساساً مورد قبول قرار نمیگیره که اینها بخشی از اختلالات روانی در بین فرد یا گروه‌های هستش که به نوعی یک آیدئولوژی رو ترویج میکنن، ولی در واقع تهدید میکنه گروه های دیگه یا افراد دیگه. و یکی از طبق تحقیقاتی که در جامعه ایرانی صورت گرفته، یکی دیگه از مسائلی که امنیت اجتماعی رو در واقع تهدید میکنه در ایران، مسائل مربوط به زنان میشه، وقتی که از بعد ارزشی خودش خارج میشه و تحت یه سری قوانین یا عقایدی مورد کنترل قرار میگیره، یا در واقع کلمه بهترش اینه که بگیم محدود میشه یا گفته نمیشه حالا به دلایلی. بنابراین امنیت، وقتی از امنیت اجتماعی صحبت میکنیم، داریم نه تنها از این صحبت میکنیم که همه افراد به نوعی نقش دارن در به وجود آوردن این امنیت اجتماعی، داریم صحبت میکنیم که ساختاری که یا نظام سیاسی هم که حاکم بر اون جامعه هست به نوعی میتونه در حفظ این امنیت اجتماعی نقش داشته باشه، وقتی که مخصوصا وقتی که گروه ها و افراد مختلف فرصت دارن عقاید و افکار و نظرات خودشون رو چه به صورت موافق و چه به صورت نگاه متفاوتی اون رو بیان بکنن، و این در واقع ارزش میشه در یک اجتماعی. باز دوباره این مسئله خیلی، یعنی امنیت اجتماعی خیلی گره میخوره به هویتی که گروه ها یا یک گروهی از مردم میخوان خودشون رو باهاش معرفی کنند.
باز دوباره خیلی کوچیک ازش عبور میکنم برای اینکه فقط بتونیم وقت بیشتری داشته باشیم که با هم مشورت و گفتگو کنیم. اینکه یه موقعی شاید از قرن 20 شاید بتونیم بگیم اینطوری بود که بیشتر کشورهایی که میخواستن مستقل باشن و از تحت استعمار در بیان، هویت گروهی و امنیت اجتماعی خودشون رو در این میدیدن که بتونن ملیت خودشون و آزادی در واقع ملی خودشون رو داشته باشن و از استعمار بیرون بیان. ولی وقتی که این رو به دست آوردن، اون موقع گروه های قدرت در واقع سعی می کردن که به نوعی تشخیص بدن که چه چیزی حفظ هویت گروهی هست و چه چیزی نیست. مثلا در کشور ایران برای این مدت ها بعد از اینکه یک جور استقلال نسبی به دست اومد، میبینیم که مسئله غرب ستیزی یا اینکه فرهنگ غربی تهدیدی برای هویت جامعه هست خودش رو برای سالها نشون میداد. و این به خاطر این بود که بعضی اوقات گروه های مذهبی و یا قشری از علما قدرت میگرفتن در تاریخ ایران و بعضی مواقع قدرت نداشتن. به این دلیل، به همین دلیل میبینیم که چطوری این امنیت اجتماعی در ایران با توجه به اینکه چه کسی صاحب قدرت بود تغییر میکرد. اما به هر حال نکته مهم این هستش که امنیت اجتماعی برای هر کشوری یک تعریف خاص خودشو داره. نمیتونیم یک الگوی رو مشخص کنیم و بگیم که این الگو برای همه کشورها قابل اجرا هست. من فکر میکنم به همین اندازه که تا یه اندازه خیلی محدود در واقع یک تعریف جامعه شناختی بود روی امنیت شغلی و امنیت اجتماعی کافی باشه. بیشتر صحبت های دوستان و نظراتشون رو بشنویم با توجه به مسائل اخیری که در ایران اتفاق افتاده برای گذار از یک مرحله به مرحله دیگه، برای ایجاد تغییرات بنیادین در شرایط، برای به وجود آوردن شرایط بهتری حداقل اگر از بعد امنیت اجتماعی نگاه میکنیم، و ببینیم که دوستان چطوری اون رو تحلیل میکنن یا افکارشون چی است. اگر لازم باشه بعد میتونیم مسائل دیگری هم از بود جامعه شناختی مطرح. سپاسگزارم از شما خانم ثابت گرامی بابت مطالبی که ارائه فرمودید. چند تا سوال برای من پیش اومد. شما درباره قرارداد صحبت کردین و داشتن قرارداد خب خیلی مهمه در یک بازه زمانی و کاری برای پیشرفت نیازمند. ولی توی جلسه که ما در همین کمیته کار و کارگر داشتیم، مصوبه برخوردیم که این اجازه رو به مسئولین داد که بتونن قراردادهای کوتاه مدت و 6 ماهه ببندن. یعنی دولت این اجازه رو بهشون داد. خب اون فرد مجبور اون کار رو انجام بده، مجبوره که کار رو انجام بده. چرا؟ چون وقتی کار انجام ندی، درآمدی نداری، درآمدی نداشته باشی، دیگه خیلی شرایط وحشتناک میشه، مخصوصا برای کسایی که متعلم. خب یک مورد، چطوری باید برخورد کرد اون کسایی که قرارداد کوتاه مدت دارن؟ چه کاری میتونن انجام بدن؟ و سوال بعد، حالا چگونه با عدم امنیت شغلی باید کنار بیان؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید. میخواین صحبت آقای شایگان رو هم بشنویم و اگر هر کدوم از دوستان هم نظری دارن بگن، منم نظر خودم عرض خواهم کرد خدمتتون. بله حتما. البته مطلبتون رو من نوشتم. ممنونم. آقای شایگان، ما در اختیار شماست، بفرمایید. سلام خدمت هم عزیزان، آرزوی تندرستی برای همتون. خانم دکتر، من صحبت های شما یک نکته چند وجهی رو میخوام بیان کنم در مورد همین قراردادها. اتفاقا منم میخواستم صحبت کنم، میخوام به چند بخش تقسیمش کنم. ببینید، اولا که خب وقتی بحث قرارداد پیش میاد، یک کارفرما داریم و یک حالا کارگر یا کارمند، درسته؟ خب وقتی این کارفرما دولت باشه، کارگر یا کارمند حقش رو چجوری میتونه اعتراض خودش به کی باید بده؟ شما در نظر بگیرید
تو رژیم پهلوی هم ما این مشکل رو داشتیم. عمده صنایع و عمده معادن و عمده در واقع بخش بزرگی از اقتصاد و کار ایران دولتی بوده. در جمهوری اسلامی که خب این به طور کل مونوپول دولتی شد، یعنی با وجود تعاونی ها و اینا ولی همشون شبه دولتی هستن، ولی دولتی هم در واقع اصل ماجرا دولتیه. حالا تو رژیم نظام سیاسی بعد از این ماجرا به چه شکل خواهد بود؟ آیا باید همچنان دولتی باشه؟ اصلا چرا باید دولتی باشه؟ نفت و گاز چرا باید دولتی باشه؟ معادن چرا باید دولتی باشن؟ جنگل ها، آب ها، معادن، مراتع، همه این ماجرا. وقتی یک کارمند یا کارگر اعتراض داره، اعتراضش رو به دولت نمیتونه، یعنی دولت که نمیاد که خودش رو به قول معروف بازخواست کنه. از سوی دیگه ما میبینیم تو جمهوری اسلامی سندیکا رو کلن از بین بردن، کارگر دیگه هیچ پشتوانه‌ای به قول معروف نداره که بخواد. یک بحث حامی، یک کسی که بخواد حامیش باشه، یک گروهی که بخواد حامیش باشه، اینا رو ما نداریم. تو نظام سیاسی آینده به چه شکل خواهد بود؟ اینا سوالاتی که برای منه. ممنونم. اگه سایر دوستان هم جوابی یا نظری، جواب که نه بیشتر داریم مشورت میکنم، چون قطعا منم نمیتونم جوابی بدم چیزی که هنوز به وجود نیامده، یا حداقل ممکنه مثال هایی که در حال حاضر هست در دنیا رو بگیم، ولی خیلی خوب اگر دوستان دیگه مطلبی دارن یا نظری دارن درباره این دو تا سوال بفرمایید. اجازه بدید من درباره، چون فکر کنم کسی دستش بالا نیست، درباره قراردادهای شغلی کوتاه مدت. این فقط مطمئنا همه ما میدونیم که این مسئله فقط مسئله نیست که در ایران هست، در همه جای دنیا وجود داره و اصولا چندین تا بُعد براش در نظر میگن. یکی از ابعادش که خیلی مشخص هست و فکر میکنم همه ما هم به نوعی در تاریخ در واقع یا تجربه شغلیمون تجربهش کردیم، اینه که وقتی که دوره های کوتاه مدت هست، دستمزد های کمتری هم پرداخت میشه، به دلیل اینکه هرچی شما توی کاری باقی میمونید به طور طبیعی تجربه شما بیشتر میشه و جز یکی از کسایی میشید که قابل ارجاع هستید در اون مجموعه کاری، و بنابراین سهم بیشتری از یعنی یه مبلغی از حقوق باید به شما اضافه بشه. اضافه حقوق حق اون کسی هستش که در اون شغل قرار میگیره. ولی وقتی که قراردادها کوتاه مدت هست، تضمین کننده افزایش حقوق نیست و چون شما باید دو مرتبه برید و یه جای دیگه از دوباره شروع بکنید اگر همون جای قبلی نیستید، بنابراین حقوق شما با همون حقوق قبلی نهایتاً کمی بالاتر. اینو برای این عرض میکنم که حداقل از بعد آکادمیک، چون من توی دانشگاه کار میکنم، به همین شکلی، یعنی قراردادهای کوتاه مدت اصولاً به خاطر این هستش که شما اگر در یه جای باقی میمونید باید قاعدتاً به حقوق شما اضافه بشه. یکی دیگه از دلایل قراردادهای شغلی کوتاه مدت به خاطر این هستش که به افراد تازه کار اون شغل در واقع تخصص پیدا کنه، یا منظورم از افراد تازه کار افرادی نیستش که بی تجربه هستن، افرادی هستش که برای اون کار تجربه سالهای تجربه کمتری دارن. باز دوباره این باعث میشه که دستمزد کمتری پرداخت بشه به این افراد. یکی دیگه از دلایل قراردادهای شغل کوتاه مدت رو تبعیض جنسیتی میگن و شما میبینید که هرچی قراردادهای شغل کوتاه مدت تر باشه، زنان یعنی برای قراردادهای شغل کوتاه مدت زنان بیشتر داوطلب هستن تا مردان، چرا که زنان حاضرن این کار رو انجام بدن برای حقوق خیلی کم، ولی مردان حاضرن که صبر بکنن. حداقل تحقیقات جامعه شناختی اینو نشون میده، مردان صبر میکنن تا یه قرارداد طولانی مدتی رو ببندن، باز به خاطر اینکه در بیشتر جوامع این عرف هست که مرد نان‌آور خانواده است. ولی ما میبینیم که همین وجود قراردادهای شغلی کوتاه مدت هست که زنان قبولش کردن، در واقع تونستن میزان یعنی
پولی که جمع کرده اون خانواده در نهایت بیشتر بوده برای اینکه در مثلا اگر 3 ماه رفته توی این زمین کار کرده یا 3 ماه 6 ماه رفته توی اون کارگاه توی اون در واقع کارخونه فقط مثلا فرض کنید یه کار خیلی کوچیکی رو انجام داده، بالاخره در طول سال حقوق داشته. ولی اون که مردی که ایستاده در واقع اون مدتی که ایستاده درآمدی رو نتونسته کسب کنه. این درباره قراردادهای شغل کوتاه مدت، نمیدونم اگر دوستان دیگه در این مورد مطلبی مطالعه کردن جایی یا تحقیقی رو خوندن میتونن بیانش بکنن. یه موضوع دیگه که باز دوباره تو قراردادهای شغل کوتاه مدت شاید قابل توجه باشه این هستش که کارفرمایان یا گروهی که سرمایه گذار هستن چون به منافع خودشون فکر میکنن هرچی میزان دستمزد کمتری در واقع پرداخت میکنن سودی که بر روی در واقع اون مبلغی که برای اون حالا اون تولید یا اون کارخونه یا اون کارگاه هرچی گذاشتن به جیب خودشون میره. بنابراین قراردادهای شغل کوتاه مدت اصولا به نفع سرمایه گذارانی هستش که خیلی هم مطمئن نیستن که تا چه مدت میتونن دوام داشته باشن. برای هر مدتی که وجود دارن بهتره براشون قراردادهای کوتاه مدت ببندن. بفرمایید جناب رائی دستشون بالا است. سپاس از شما. جناب آقای رائی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون، با درود مجدد و تشکر از خانم ثابت. ببینید من در فرانسه زندگی میکنم، در واقع اونگونه که در فرانسه میبینم مشکلات رو مطرح میکنم، راه حل شما رو میخوام. در فرانسه قراردادهای کوتاه که بسته میشه پول بیشتری میگیره کارگر، به این علت که پول خودشو میگیره، یه قسمتی از بازنشستگی خودشم همراهش میگیره. بنابراین مثلا به عنوان مثال ساعتی به طور در واقع اون چیزی که به دستش میاد خالص 9 خوردی اوقو باشه، با اون بازنشستگی بوده مثلا 11 اوقو میگیره یا مقدار حتی بیشتر میگیره. مشکلی که این قراردادهای موقت داشتن و یه جوری اومدن حل کردن، اومدن دیدن میشه از این قراردادهای موقت قراردادی ایجاد کرد که پیوستگی قراردادهای موقت باشه، یعنی یه قرارداد کار دائم داره منتهی یه شغل ثابت نداره. آژانس‌هایی هستن که این شغل‌ها رو میدن، این شغل مثلا 3 ماه در اینجا شرکت کار میکنه، اگر 3 ماه بعد شغل دیگه پیدا نشه حقوقش رو میگیره. پس بنابراین یه چیزی شبیه قرارداد دائم در فرانسه، حتما کشورهای دیگه هم شبیه این هست، مثل اینکه اشتباه نکنم این رو تقلید کردن از کشورهای اسکاندیناف، مثل اینکه یه چیزی شبیه این گویا اونجا وجود داره. نکته دیگه که من از شما سوال دارم این است، در فرانسه 90% بازار سیاه رو خود فرانسوی ها دارن. دلیلش اینه که در اینجا دولت رفاه هست، یعنی حق بیکاری گرفته میشه و این حق بیکاری مثلا فکر کنید حدود 3300 اوقو هستش، 1200-1300 اوقو هستش، اگر کار بکنه 1400 تا بگیره با رفت آمده اینا صرف نداره براش کار بکنه. پس بنابراین ترجیح میده چه کار کنه؟ حق بیکاریشو بگیره و سیاه کار کنه، در واقع بتونه دو شغله در واقع میشه، دو درآمدی میشه. این در کشوری مثلا در مثل هلند میدونم که اونایی که بیکارن یه کار در واقع افتخاری بهشون میدن، یه کار داوطلبانه بهشون میدن که اونا از وقت اضافهشون این سوء استفاده رو نکنن. نمیدونم هنوز در هلند هست، ولی میدونم سالها این بود. مثلا کسانی بودن که کارگر بودن در هلند، میبینی جلوی همین توالت ها یکی نشسته برای یه پولی هم میگیره و شغلش اینه، یا پمپ بنزین سرو میکنه. این تو فرانسه اگر هم باشه خیلی کمه، خیلی کمه، بنابراین سوء استفاده رو پیش میاره. بنابراین راه حل این چگونه میشه این تفاوت رو، آیا شدنی هست؟ جایی وجود داره این اگر اطلاع شما دارید که حقوق رو طوری بالاتر از این حق بیکاری نگه دارن که طرف تشویق بشه به اینکه شغل پیدا کنه؟ حالا یه کاری آمدن کردن، دیدن که 3 تا پیشنهاد کار که بهش بکنن اگر قبول نکنه حق بیکاریش قطع میشه،
یعنی حالت تنبیه رو در واقع در اینجا پیش آوردن و این میتونست نظر جنبه مثبت داشته باشه، جنبه منفی داره. جنبه منفی این هستش که مثلا کسی استاد دانشگاه است، خب بهش پیشنهاد بکنن برو مثلا در فلان شرکت کار، نمیخواد. یا یک کارگری که متخصص در زمینه بافندگی، خب بهش پیشنهاد بکنن برو تو بولان نونوایی کار کن، نمیره، براش جالب نیست. سه تا هم قبول نکنه حق بیکاریش از بین میره. نکته که در مورد ایران برای من سوال هست اینه که اونایی که برای دولت کار میکنن بعدشون بهتره تا اونایی که برای پیمانکارا کار میکنن، برای اینکه اون دیگه هیچ قاعده ای نداره، اونها زور میگن و از قواعدی هم که وجود داره استفاده نمیکنن. اونایی که کارمند رسمی هستن برای حقوق رو بهش میدن. توی ایران در واقع اونهایی که حتما تو این تظاهرات سال قبل یادتون هست که کارگرهای پیمانی شرکت صنعت نفت بودن که اعتراض داشتن و میگفتن حقوق ما خیلی کمتر از اونهایی هستش که در واقع رسمی هستن، برای دولت کار میکنن یا برای شرکت‌های نیمه دولتی کار میکنن. این راه حلش در ایران تو این وضعیت اقتصادی چی هست؟ حالا با هم صحبت خواهیم کرد. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خانم صحبت بفرمایید. من آقای گلستانجو صحبت بازم. آقای گلستانجو مایک در اختیار شماست. متشکرم. ممنون جناب رئی. من اومدم یه سوالی رو در رابطه با صحبت خانم ثابت عرض کنم که خب یه بخشش هم شما اشاره کردین، حالا برام جلوتر شد. برای من فکر کنم در واقع برای هر کسی که حتی اقتصاددان نباشه، برای حتی یک کاسب خیلی معمولی، من فکر میکنم اینجوری جا براش افتاده باشه که اگه یک کارگری داره و داره براش کار میکنه، هرچی کارگر رو بهش بها بده قاعدتا کارگر برای اون بهتر کار میکنه، یعنی در واقع برای اون کارفرمای بهتر. این خیلی جمله ساده است، بگیم خیلی پیچیده باشه، ولی عملا توی کشور ایران نه تنها دولت، من تو بخش دولتی کار کردم، نه تنها خود دولت، حالا شما فرمودین که دولتی ها بهتره، من تو بخش خصوصی فکر می‌کنم یه مقدار، چون بخش خصوصی هم قبلا کار کردم، حالا شاید کارفرمام خیلی بهتر از بقیه بوده، ولی باز تو بخش خصوصی یه مقدار برای من کار بهتر شد، یه مقداری در واقع قدردانی توش بود. ولی تو بخش دولتی یه نمونه شو براتون بگم. من تازه استخدام بودم در بانک، با یه خانومی اومد من کارش انجام دادم، از من واسه تشکر کرد بدون اینکه من ببینم. معاون شعبه وایستده بود پشت یه ستونی که مشرف بود به کار کردن من. بعد از اینکه این خانم ازش کارش انجام شد رفت، میخواست بره واسه تشکر کرد، خانم برای چی تشکر کرد؟ ایشون وظیفه‌اش انجام میده. من یه نگاه کردم، ای بابا، یه نفرم که اومده، حالا من کار خاصی نکردم، وظیفه‌ام واقعا انجام دادم، ولی حالا یه نفرم که حالا معذرت خدا تشکرام میکنه، تو بعد برگردی جلوش بگی که تو نه لازم نیست تشکر کنی. این خیلی از اون موقع که تازه استخدام بودم واقعا شده یه موزلی واسم، تا وقتی که حالا با اون سازمان کار میکرد. ولی واقعا برام تعجبه که از نظام جمهوری اسلامی تعجب ندارم، ولی واقعا جای سواله که حتی نظام جمهوری اسلامی هم که بالاخره یه دولت داره کار انجام میده که باید امورات که جامعه بچرخه، چرا خود این دولت نمیخواد اون کسایی که دارن براش کار میکنن بخوان پیشرفت رو احساس بکنن؟ الان جناب رایی تو صحبتشون فرمودن که در فرانسه برنامه‌ریزی به این صورت شده که حالا ایشون توضیح دادن، خیلی ساده است، این چیز خاصی نیست که برای کسی قابل درک نباشه، یعنی برای کسی، منظورم برای هر جامعه‌ای که بتونن از این الگو استفاده کنن به فرد. حالا اون قسمتی که ایشون میگفتش فرض کنید که خوب نیست، اونو حالا من در نظر ندارم، ولی اون بخشش که به تشویق افراد هست، واقعا فکر نمی‌کنم چیز خیلی غیر قابل درکی باشه برای هر جامعه‌ای که نخوان مثلا این الگو رو بگیرن، ولی اینکه اصلا خودشون یه همچین چیزی به ذهنشون نرسه که برای کارگر باید یه جوری باش رفتار کنه که اون تشویقش رو برای من کارفرما بهتر کار کنه، نه اینکه بزنی تو سر خودش، بزنی تو سرش که آخر میگه بابا اصلا نمیخوام برات کار کنم، برم یه کار دیگه انجام بدم. ممنون.
نه کاملا درسته. من فکر میکنم بیایید برگردیم به سوالی که هم آقای شایگان و هم شما و هم آقای رائی به نوعی بهش اشاره کردید. به جای این که توی مثالهای جزئی که هست در واقع بخوایم دنبال راه حل برای اونا بگردیم، من پیشنهاد میکنم بیاین یه دو سه قدم بیایم عمیق‌تر بشیم و ببینیم که نظام سیاسی یا مسئله اقتصادی که امروز در دنیا وجود داره اساساً بر چه مبنایی هست، تعریف شغل بر چه مبنایی هست. اون موقع شاید بهتر بتونیم پاسخ همه سوالاتی که شما دادید رو پیدا کنیم که به نظر من در سر تا سر دنیا ممکنه که شکلش فرق میکنه، ولی ریشه بیماری یا ریشه که باید اساساً یک تغییراتی درش به وجود بیاد یکسان هست. مسئله اقتصاد امروز همه ما میدونیم، نمیدونم اگر کسی مخالف بود لطفاً متفاوت فکر میکنه لطفاً بگه، مسئله اقتصاد امروز یا چرخه اقتصاد امروز بر پایه این میگرده که چطور به منافع یک اون سرمایه داران اضافه کنه. بنابراین اساساً اگر قوانینی در این چرخه کار در این چرخه اقتصاد وجود داره، چه ابعاد محلیش، چه ملیش و چه بین‌المللی و چه در نظام سیاسی که به نوعی از اون چرخه اقتصاد داره استفاده میکنه، چون این دوتا به هم مثل خواهر و برادر هم هستن، به نوعی داره به نفع سرمایه‌دار هست. وقتی میگیم به نفع سرمایه‌دار، یعنی نه فقط از بعد در واقع اضافه شدن منابع مالیش، بلکه به نوعی به میزان افزایش قدرتی که به اون میده برای کنترل کردن. و وقتی که میگیم قدرت کنترل کردن، به معنای این هستش که نه فقط اسباب و ابزاری که باعث تولید هست در قبضه قدرت اونها، قدرت اون که سرمایه دار هست قرار میگیره، بلکه کنترل کردن افکار عمومی برای خرید کردن یا برای مصرف کردن یا برای تولید کردن و به نوعی میخوام بگم احساس نیاز کاذب در افراد به وجود آوردن برای اینکه کالایی رو بخرن مصرف کنن یا برعکس نخرن یا مصرف نکنن، کاری رو انجام بدن یا ندن. بنابراین اگه موضوع رو از ریشه نگاه کنیم که چطور اصولاً اون چی که داره اتفاق میفته در چرخه اقتصاد یا نظام مسئله اقتصاد در دنیا و نظام های سیاسی که در واقع آغشته هستن با این مسئله اقتصاد در دنیا، چه ابعاد مختلفش که در نظر بگیرید، منافع گروه سرمایه دار هست. حالا کاری که داره انجام میشه هم به طور طبیعی و منطقی میتونیم اینو متوجه باشیم که این کار هم به نوعی داره به اون چرخه‌ای که اینها در واقع تولیدش میخوان یا به اون ایدئولوژی که پشت این چرخه اقتصاد هست یا نظام سیاسی ازش آبشخور میکنه در واقع تعریف میشه. وگرنه اگر ما بخوایم شغل رو به طور جامعه شناختیش تعریف بکنیم، اصولاً به چیزی میگیم شغل که تولید یک منبعی رو میکنه، حالا یا تولید کالا میکنه یا تولید دانش میکنه یا تولید ابزار میکنه یا تولید منابع انسانی میکنه. و اگر کاری یا هر شغلی یه چیزی هیچ کدوم از اینا رو یا با کیفیت انجام نمیده و اساساً حتی کیفیتش هم در نظر نگیریم، به دنبال این نیست که در واقع کمک بکنه در به اضافه شدن این منابع یا این ابزاری که عرض کردم برای رفاه عموم، اون موقع میتونیم ببینیم که این شرایطی که همه دوستان به یه شکلی بهش اشاره میکنن به وجود میاد. به طور طبیعی یکی از بیماری هایی که داره این چرخه اقتصاد برای حفظ منابع سرمایه داریش این هستش که همونطور که دوستمون اشاره کردن، قراردادهای شغلی کوتاه مدت میبنده و بعد اگر برای در کشورهای اروپایی، نمیدونم واقعا در ایران چجوری از قانونش، حداقل تو کشور اسکاندیناوی که من میدونم، برای مدت کوتاهی بین 3 تا 6 ماه هم حقوق بیکاری میده. چرا؟ این حقوق بیکاری در واقع یه مبلغ بخور و نمیر هست، نه یه مبلغی برای این هستش که واقعا اون فرد یه زندگی باش میکنه برای اینکه مثلا فرض کنید ادامه بده.
در حد این هستش که بتونه خورد و خوراک و کرایه خونه‌ش رو بده. بنابراین این بیماری که نشأت میگیره از این چرخه‌ای که در واقع یا نظامی که به نوعی منافع یک گروه خاصی رو داره حفظ میکنه، نمیتونه با خودش ثمرات مفیدی برای همه داشته باشه. به طور طبیعی چیزایی که الان هر کی بهش اشاره کرد از مختزیاتشه. دولت هم بخشی از این چرخه هست. چرا؟ چون دولت در واقع رپرزنت چی میگن ظاهر میکنه، اون نمایندگی میکنه اون نظام سیاسی که در اونجا وجود داره به نفع اون چرخه اقتصادی که به نوعی هم بخشی از منابع خودش رو تامین میکنه. حالا در این باره میتونیم بعضی از مثالا رو بزنیم، ولی فکر میکنم جناب رایی صحبتی دارن، گوش کنیم به ایشون. سپاس از شما جناب آقای رایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. آره خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم ثابت سروستانی. نه من دستم بالا کردم که شما صحبتاتون رو بکنید سر فرصت. حالا چون میکروفون رو به من دادین، من چند تا نکته رو در رابطه با صحبت شما مطرح میکنم. یکی این که بعد از جنگ جهانی دوم سهم سرمایه از قیمت پایانی محصول حدود مثلا 50% بوده به طور متوسط تو کشورهای سرمانداری، الان بالای 70%. یعنی سهم کار و به اصطلاح عوارض و بازنشستگی اینا 30%. پس بنابراین ما در نظام سرمایه‌داری قرار گرفتیم که روز به روز در یک دینامیکی قرار گرفت که روز به روز نابرابری زیاد میشه. روز به روز در واقع سرمایه وضعیتی پیدا کرده که حاکم شده بر وضعیت اقتصادی دنیا و حتی دولت‌ها رو خصوصی کرده. یعنی دولت‌ها در خدمت اوامر این شرکت‌های بزرگی مثل بلک روک هستن و بنابراین ما یک قسمت مشکل اینه، اما یک قسمت بزرگ اینه که خود سیستم اقتصادی لیبرال، یعنی لیبرالیسم اقتصادی، دگردیسی کرده از آنچه که اول بود و بنابراین دیگه اون ایدئولوژی اولیه نیست، اون تفکر اولیه‌نه. در ابتداش که یک تفکر چپ بود بر علیه فئودالیسم بوده و از مالکیت شخصی دفاع میکرده. مالکیت شخصی به تدریج تبدیل شده به مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت آزادی فرد از نظر اقتصادی و مالک سعی خود بودن تبدیل شده به مالک آزادی مؤسسات اقتصادی، همینطور مؤسساتی که در رابطه با مؤسسات اقتصادی هستن. پس بنابراین لیبرالیسم در حال حاضر، لیبرالیسم اولیه که مالکیت شخصی ارزش بود و انسان مالک سعی خودش بود، دیگه نیست. بعد شده مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی بر چه بنایی بنا شده که بازی مشکل دیگه پیش آورده؟ به جای بنا شدن بر به اندازه بودن، بنا شده بر ندرت، بر کمبود. میگه منابع طبیعی کمه، به همه نمیرسه، پس بنابراین شرکت های آزاد هستن اونا رو بردارن، منابع طبیعی رو بردارن، به قیمت ارزون هم بردارن و یا به قیمتی که براشون در این سیستم اقتصادشون صرف داره بردارن تا کار ایجاد کنن. وعده‌ای که اول قرن بیستم پایان قرن نوزدهم داد چی بود؟ اینکه قشر متوسط رو بزرگ میکنه. الان یک قرن بعد که نگاه میکنیم این نه، قشر متوسط بزرگ که نشد، داره کوچیک میشه و دو میلیارد گشنه هم رو دست ما گذاشته. پس این سیستم اون سیستم اولیه نیست و این سیستم خودش دچار مشکل هست. مشکل بعدی مشکلی هستش که در این سیستم ها یک عدم تعادل به وجود آمده، بین تمرکزهای قانونی به وجود آمده. همین اروپای مشترک، شمال اروپا پیشرفت میکنه چون پولشون، ارزش پول ملیشون بیشتر از اوغو هستش، جنوب اروپا پسرفت داره، بنابراین مجبوره چه کار کنه و پولش ارزشش از اوغو کمتره، بنابراین اوغو براشون گرونه. بنابراین مشکل ارزی هم اومده، دست به دست این مشکل شده.
و بنابراین از سال 2002 تا حالا کشورهای جنوب اروپا دارن با قرض زندگی میکنن. قرض یعنی کسری بودجه. و از عوامل اصلی تورمی که الان افسار گسیخته شده که الان پیش بینی میکنه امسال حدود مثلا 10%، سال آینده خواهد رسید به 14-15%، همین کسر بودجه است. دو عامل مهم برای کسر بودجه وجود داره، یکیش همین برای تورم وجود داره که کسر بودجه است، و دیگری حجم نقدینگی، خصوصا نقدینگی پای است که متاسفانه نمیتوانن این نقدینگی رو در اروپا ایجاد نکنن، جلوشو بگیرن، و کسر بودجه در جنوب اروپا جلوش گرفته نمیشه. توجه شما رو به یک نکته اساسی جلب میکنم. از زمانی که اوهو ایجاد شده، از زمانی که اروپای مشترک شده، سوئد درآمد ناخالص ملیش که خارج از اروپا هست 3 برابر شده. اروپای مشترک درآمد ناخالص ملیش نصف شده. نکته بعدی برای کشورهای مثل فرانسه اینه که به ایران هم این مشکل رو در سالهای آینده خواهد داشت، پیری جمعیته. یعنی کسانی که کار میکنن روز به روز تعدادشون کمتر داره میشه، اونایی که بازنشستگی دارن میگیرن تعدادشون بیشتر میشه، و دیگه این سن 60 سالگی بازنشست شدن دیگه شدنی نیست. جامعه نمیتوانه این مشکلات رو در واقع با درآمدهایی که داره حل بکنه، و روز به روز سن در واقع بازنشستگی رو میخوایم ببریم بالا. اما یک نکته بسیار مهمی رو پروفسور راول که یکی از بزرگترین در واقع عفونت شناسان دنیا هست، یکی از 3 عفونت شناس دنیا هست، نکته بسیار مهمی رو گفت. وعده داده بودن به ما سن انسان به 120 سال برسه. الان بعد از تجربه هستیم، بعد از اون وعده سن انسان دوره هولوحش 80 تا 80 میشه، بالا هم نمیره. پس اون وعده‌ای که دادن دروغ بوده. پس توجه باید داشته باشیم این که سن انسان با سلامت بهتر میشه بنابراین بازنشستگی رو عقب میندازیم، درست نیست. سن انسان همینقدر میمونه، همین حدودا در امریکا سن متوسط امریکایی‌ها داره میاد پایین. در اروپا بعضی از کشورها مثل ایتالیا، فرانسه میره بالا، به خیلی کم میره بالا، اما در کشورهایی هستن در دنیا که مثل امریکا سنشون میاد پایین. خیلی من زیاد حرف زدم، مرسی. خیلی من خیلی خوشحالم از اینکه شما به خوبی به نکات دیگه از بیماری هایی که این چرخه اقتصاد به این شکل یا این نظام سیاسی در واقع سرمایه‌داری داره نگاه کردید و اونا رو اشاره کردید که فکر می‌کنم خیلی از ماها، خیلی همون شاید باش برخورد کردیم یا حتی آسیبش به همون رسیده. ولی بازم میخوام برگردم به این سوالی که یکی از دوستان اول گفتن که ما باید چیکار کنیم اگر، حالا چون ما مسئلمون درباره ایران بعد از گذر از این مرحله خیزش هست، میخوام برگردم به این که ما تا چه اندازه ریشه ها رو میشناسیم. هر چقدرم که خیلی دقیق و درسته که ما آفت های یک درخت رو تشخیص بدیم، ولی خیلی وقتا چیدن اون شاخه هایی که آفت زده کفایت نمی کنه، باید ریشه ها رو هم بررسی کرد. مسئله‌ای که شما اشاره کردید باز دوباره ما رو به این سمت میبره که یه قدم بیایم پایین تر و به این موضوع نگاه کنیم که چطوری توی چرخه‌ای که قراره یک گروه کوچکی بر منابع مالی و قدرتی خودشون، قدرت عرض کردم چه کنترل افکار باشه چه دسترسی به دانش باشه، توی این چرخه اقتصادی یک گروه کوچکی قدرتمندتر بشن و منابع بیشتری از در واقع دنیا رو دسترس داشته باشن، قطعاً گروه های دیگه چه کوچک چه بزرگ توی این چرخه باید خورد بشن. یعنی لاجرم ما میبینیم که در طول تاریخ به همین شکلی که شما گفتید چطوری از فئودالی به منافع فردی و بعد گروه هایی که جمع شدن و شرکت های چند تا شرکت با هم دیگه کار کردن و بعد دولت شد، حالا اینا مثالاش هم میتونیم بزنیم و همینجوری این داره میره جلو تا جایی که ما متوجه بشیم که در واقع چند تا در یک اقتصاد سالم نمیشه اجزا رو بدون اینکه بین اجزا پل زد و برای هر کدوم ارزش قائل شد یک چرخه اقتصاد سالم داشت. معنای صحبت که میکنم چیه؟ اینه که ما در یک چرخه اقتصادی سالم نه فقط سرمایه های انسانی داریم که کار میکنن و قوه ابتکار دارن برای خلق کار و تولید و و و ما سرمایه های و نه فقط اینا رو داریم که سرمایه های مالی داریم
سرمایه‌های مدیریتی داریم، منابع طبیعی داریم، سرمایه‌های تصمیم گیرنده داریم. تصمیم گیرنده به معنای این هستش که چطوری نظامی خلق می‌کنن که اون نظام نگهدارنده موفقیت‌ها هست و راه حل پیدا می‌کنه برای گذر از موانع و یا شکستایی که به وجود اومده. در یک اقتصاد سالم اینا با هم جای خودش کار میکنه و بینشون پل رابطه متقابل وجود داره، در حالی که در حال حاضر اقتصادی که ما داریم میبینیم اون گروهی که قدرت یعنی سرمایه مالی یا ابزار دستشونه مرتبا بزرگ شدن و بقیه اینها کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شدن. مثلا فرض کنیم منابعی که تولید دانش میکنن در چرخه این اقتصاد، اگر فکر کنیم دانشگاه هست یا محققین هستن، به شدت کوچیکه و ضعیفه. یا مثلا سرمایه های انسانی که میتونن تولید کنن و باید دسترسی به دانش داشته باشن به شدت محدود میشن. چرا که شما به خوبی ما نگاه میکنیم که وقتی که قرار باشه ما یه روز، فرض کنیم مثال فکر کنم کفایت میکنه که بفهمیم تا عمق فاجعه تا کجاست، یه روز به همون اندازه که صحبت میکنن از این که تا چه اندازه داروهایی که مثل قرص آهن و کلسیوم و فلان این حرفا لازم هست برای بدن، از یه طرف چرا؟ برای اینکه تولید اینها بالا رفته و باید فروش بره و دکتر رو نمیدونم تلویزیون و همه چی ازش صحبت میکنه، به همون اندازه هم میبینیم که بعد از یه مدتی گروه دیگری داره تلاش میکنه که نشون بده بدن انسان به طور طبیعی نیازی به این ساپلیمنت ها نداره و خودش میتونه تولید کنه اگر غذای درست مصرف بشه. بنابراین وقتی که دانش کافی در دسترس افراد قرار نداره، منی که تولید کننده این داروها هستم توی اون کارخونه یا هر شکلی، این کار رو میکنم به خاطر که بعد آخر ما حقوق بگیرم. حالا یه من دیگه ای وجود داره که بعد مصرف کننده باشه، مونده اینجا بهش میگن اگر اینو نخوری این مریضی و این بیماری و این و این و این و این میاد سراغت. یه من دیگه ای وجود داره که اونجا تحقیق میکنه، مطالعه میکنه و میاد میگه نه، بدن انسان نیازی نداره. بنابراین شما نگاه کنید ببینید وقتی که دسترسی به دانش و توزیع این دانش به طور عادلانه در بین افراد وجود نداره، باید اینطوری پیش بشه که وجود داشته باشه که این چرخه اقتصاد به نفع یه گروهی هستش که سرمایه هاشون رو برای تولید این داروها قرار دادن یا حالا هر شکل دیگه که فکر میکنه. من کوتاه میکنم جناب شایگان و بعد آقای رایی و هر کدوم دیگه از دوستان. جناب شایگان، مک در اختیار شماست. درود مجدد. من فکر کنم سوال خودم رو خیلی بد مطرح کردم، حالا میخوام به یه شکل دیگه مطرح کنم. البته سوال من مختص در مورد ایران، من با بقیه جای دنیا نه اصلا کاری دارم نه اصلا بلدم که چی به چیه. ببینید من منظورم اینه، ببینید یک صنعتی مثل صنعت نفت و گاز که توی ایران به عنوان صنعت ملی ازش نام میبرن و کارفرماش هم دولت هست. خب بخش عمده ای از کارگران و متخصصان و اینا توی این بخش کار میکنن. حالا اولا که باید دولت فقط نقش نظارتی داشته باشه، یعنی دولت رو باید کوچیک کنیم و نقش نظارتی داشته باشه، یا نه دولت باید تو یک سری از بخش ها مثل همین نفت و گاز یا بعضی معادن مثل مس و طلا باید حتما شخصا کارفرما باشه، یعنی به دست افراد خصوصی نسپره. حالا اگر بخواد به دست افراد خصوصی سپرده بشه و دولت نقش نظارتی داشته باشه، به چه خواهد بود و این افراد خصوصی چه کسانی خواهند بود و سرگذشت کارگران و کارمندان و متخصصین چه خواهد شد؟ و اگر نه دولتی خواهد شد، خب دولت همچنان باز یک ابزار خیلی قوی داره که هیچ کس نمیتونه اصلا بهش امر و نهی کنه، چون دولته. چون ما سندیکا و دادگستری مستقل و چه و چه و چه نداریم. من بحث من این بود، میخوام اینم که تفاوت این دوتا چیه. من مطمئنم که مطمئنم که خود شما میدونید که الان خیلی زوده بخوایم در این باره صحبت بکنیم، برای اینکه
اولا که دولتی که منتخب واقعی مردم باشه قطعا با نیازهای مردم آشنا هست. این که من یه سری منابع رو ما چون حالا زیاد در خود کشور ایران اینم باز به دلیل این هستش که ما منابع دیگر رو ارزش شاید کمتر گذاشتیم، چون منابع ایران فقط نفت و گازش نیست. من به غیر از سرمایه های انسانی که داره که واقعا به نظر من منابع ارزشمندتری از نفت و گازش هستن، میخوام به من مثلا به صنعت توریستش هم بگم که و صنعت های دیگه که همه ما خیلی خوب میدونیم یا هنر یا هر چیز دیگه اشاره کنم. ولی قضیه اینه که وقتی که ما میزان درآمد یا تولید افزایش سرمایه رو در یک جا محدود میکنیم، به یک یا دو صنعت محدود کردیم، قطعاً باید این محدودیت با خودش آسیبایی رو همراه بیاره. در حالی که اگه به همون یعنی به همون اندازه که دولت و شرکت‌های خصوصی یا گروه‌های خصوصی یعنی سعی میکنن برای منابع مختلفی که وجود داره، نه فقط هم منابع مادی، منظورم منابع انسانی، مدیریتی، طبیعی، همه چیزایی که اینا همش باید با هم دیده بشه، محیط زیستی، همه تمام اینها به همون اندازه ارزش قائل میشه، یک تعادل به وجود میاد. اون چیزی که در حداقل نگاه من هست، اون چیزی که ما رنج میبریم نه تنها در ایران بلکه در کشورهای همسایه ایران، عدم تعادل. نه فقط عدم تعادل، بلکه حتی من میخوام بگم ما فقدان توجه به یه سری منابع. مثلا همه ما اینو شنیدیم که در افغانستان، خاک افغانستان به خاطر مواد معدنی که داره چقدر با ارزشه، و اصولا چون دانش استفاده از این وجود نداشت، در تمام 20 سالی که به نوع کشورهای غربی تلاش میکردن افغانستان رو بسازن، در واقع داشتن منابع خاکی که این منابع رو داشت از کشور خارج میکردن، و روزی که به اندازه کافی این منابع رو بردن، به راحتی اون رو واگذارش کردن به یک گروه دیگری که امروز داریم میبینیمشون. و یا حتی میخوام بگم سرمایه های انسانی که از کشورهای مختلف به خاطر شرایط ناامنی که وجود داره از کشور خارج میشن و بعد میشن منابع انسانی و مدیریتی و فکری کشورهای دیگه. این حداقل نه فقط خود ایران، که خیلی از کشورهای همسایه ایران هم تجربه کردن و میکنن. بنابراین به نظر میرسه که با حرف شما کاملا موافق هستم به این که ما نه فقط بشناسیم و بدونیم که چه منابعی وجود داره، و نه فقط این که تعادلی بین اینها، بلکه بدونیم کجاها باید دولت وارد باشه، کجاها شرکت‌های خصوصی، کجاها این دوتا باید با هم کار کنن، و در تمام اینا هدف اصلی رفاه عمومیه، نه افزایش منابع مادی دولت یا شرکت‌های خصوصی برای در دست داشتن منابع قدرت، برای به دست آوردن قدرت، برای کنترل. یعنی سهم واقعیت اینه که سهم انسان‌ها برای مشارکت واقعا نمیخوام بگم صفره، ولی به کف نزدیکه. حداقل مشارکت افراد به صورت آبجکت یعنی کالاس خرید و فروش میشه، به اسم شغل، به اسم قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت و غیره و غیره. اینا مسائلی هستش که توی آینده ایران باید بهش فکر بکنیم به نظرم، و از ریشه درست کنیم بیایم بالا. ببخشید اگر طولانی شد. سپاس از شما خانم ثابت. خواهش میکنم. خیلی ممنون. مطالب رو ارائه می‌فرمایید. جناب آقای رای مارک در اختیار شماست، بفرمایید. بله خیلی ممنون. من هم صحبت‌های خانم ثابت رو از دیدگاه فکری که خودم دارم تایید می‌کنم. بنابراین لازمه که تعریف ما از رشد عوض بشه. رشدی که در حال حاضر هست در رابطه با مرگ طبیعت، در رابطه با مرگ انسان، در رابطه با مرگ جوامع هست، در رابطه با مرگ حتی دولت‌ها هست، و در رابطه با به نفع شرکت‌های بزرگ جهانی و سرمایه هستش. این پول هم گم نمیشه.
کجا میره این پول ها؟ میره تو بهشت‌های مالیاتی. بنابراین شرکت های بزرگ این رو میمکن، این ثروت رو، شتاب گرفته ثروتمند شدن اونا و ثروت شدن مردم عادی کند شده و بنابراین ما در یک دینامیک تخریب و مرگ قرار گرفتیم. لازمه که از مرگ به زندگی بازگردیم. این حرف آقای ژاک‌اتلی هست که یک دانشمند فرانسویه، مشاور آقای میتران بود، مشاور آقای سرکوزی شد و در جایی هم مشاوره به همین رئیس جمهور فعلی فرانسه میده. آقای اتلی میگه باید یاد بگیریم همه انسان ها دیگه پش کنیم به مرگ، در زندگی لازمه. پس بنابراین رشد لازمه به جای اینکه در رابطه با شرکت ها باشه، در رابطه با انسان باشه. رشد انسان، رشد معنوی انسان و رشد مادی انسان، رشد دوستی انسان، رشد حقوق انسان، رشد امکاناتی که برای انسان وجود داره. بر تبعیض بنابراین در این رابطه قبل از اینکه این تعریف رو فکر کنیم لازمه که توجه کنیم که تبعیض جرمه. اگر تبعیض رو جرم بشناسیم بر اساس حقوق تعریف میکنیم. اگر بپذیریم که هر انسانی آزاد است، یعنی همه حقوق رو دارد، آزادی به معنی داشتن همه حقوق، تمام تعریف های دیگه آزادی دروغه، همین یه تعریف فقط درسته، داشتن تمام حقوق، و بر اساس این آزادی که داره استقلال داره که خودش تصمیم بگیره در وضعیت خودش، کسی دخالت نکنه، نه قدرت داخلی نه قدرت خارجی، و این انسان رشد خودش رو تعریف کنه، رشد معنوی خودش رو تعریف کنه، رشد مادی خودش رو تعریف کنه. بنابراین موقعی که اینجوری باشیم انسان مؤسسه رشد میشه. الان هست مؤسسه، انسان رشد، مؤسسه رشد میکنه، انسان در خدمت اینه و این رو باید عوض کنیم. انسان رشد میکنه، مؤسسه میشه وسیله دست انسان، نه ارباب انسان. پس لازمه به یک تعریف دیگه توجه کنیم. از رعیتی رفتیم به طرف تابع بودن، از تابع بودن رفتیم طرف شهروندی. شهروندی تمام حقوقه و لازمه به این شهروندی توجه کنیم. تابع بودن به معنی این هستش که تصمیماتی میگیرم من با تابع اون باشم. من توی مملکتم، مثلا در زمان سلطنت پهلوی ایرانی‌ها رو تابع حساب میکردن، یا در زمان قاجار رعیت حساب میکردن. حالا که دیگه بردن ایرانی ها، بدتر از اون شده. حالا چرا؟ دلیلش این هستش که توجه نداریم به این تعریف ها، توجه نمی کنیم که عمل دینامیک داره. اگر در دینامیک رشد نیست حتما در دینامیک تخریبه. بنابراین موقعی که در وسط هم چیزی وجود نداره، یا داریم رشد میکنیم یا داریم تخریب میکنیم. و موقعی که ما میاییم طبیعت رو تخریب میکنیم به اسم رشد، منابع طبیعی رو داریم تموم میکنیم. الان با 5 بحران مواجه شدیم: بحران محیط زیست، بحران منابع طبیعی، بحران اقتصادی، بحران جنگی شدن تولید در دنیا. بیش از 70% تولید دنیا تخریبی است. و بنابراین در رابطه با صحبت آقای شایگان یک نکته رو با توجه کنیم. هیچ دولتی در دنیا نیست که یا اقتصادش، یک کشوری نیست اقتصادش یا خصوصی باشه و بازاری باشه و یا اینکه دولتی باشه. ترکیب این دوتاست. شما دولت امریکا رو نگاه کنید، پروتکسیونیست داره، هر جا که میخواد خودش اقدام میکنه. بنابراین لازمه توجه بکنید که منابع طبیعی مال همه مردمه. بانک ها رو اگر ملی نباشه، یعنی دولتی نشن، این بلاها رو سر مال که دارن میارن. پس بنابراین یا باید بانک ها دولتی بشن یا فقط بانک های قانونمند وجود داشته باشه. توجه شما رو جلب میکنم، از زمان مارگارت تاچر آمدن شرکت های سرمایه گذاری که قانونمند نیستن رو ایجاد کردن و بنابراین شده این اقتصادی که الان دو دنیا ایجاد کردن. پس لازمه حالا میخواد بانک ها خصوصی بشه یا نشه، این توجه داشته باشیم که لازمه که بر اساس قاعده عمل کنن. و نکته بعدی این هستش که همه مؤسسات لازمه که در ارتباط و نقد هم دیگه قرار بگیره، نه اینکه درون نقدی فقط وجود داشته باشه. بانک میاد خودش از درون خودش میخواد خودش نقد کنه، خودش نکنه و نمیکنه هم. دیگرها چه تأثیری دارن؟ هیچی. آموزش و پرورش میاد یه سیستمی رو گذاشته که 27% بچه‌ها رقابت و کنترل رو تحمل نمیکنن. کی به میادین بهش اجازه میده دخالت کنه؟ به روانشناسای اجازه میده؟ به جامعه شناسای اجازه میده؟ پدر مادر اجازه؟ نه، خودش این کارو میکنه. حالا بعضی کشورها استثناء هست. پس لازمه که
ارتباط موجوداتی که همه زنده هستیم و همه حرکت داریم و همه تأثیر میذاریم و در نظر بگیریم. یعنی تمام رابطه ها لازم است که رابطه های آمپاتیک بشه. اگر رابطه آمپاتیک نیست لاجرم پیسکوپاتیکه. محالی که شما رابطه آمپاتیک نباشه، یک طرفه باشه و آمپاتیک باشه، نمیشه. محالی که شما رابطه‌ای داشته باشین آمپاتیک باشه که توش رابطه‌ای پیسکوپاتیک باشه وجود نداره. پس بنابراین لازم همون مسئله‌ای که خانم ثابت اولش گفتن به اون حالت روانی و اون درد و رنجی، اون آزارهایی که در درون کار، در درون مؤسسات هست و به انسان لازمه توجه کنیم. یعنی به هوش عاطفی باید توجه کنیم. هوش نیست که جواب میده فقط، هوش عاطفی لازم داریم و در اینجا لازمه تنظیم کنیم هم دیگر رو، ایرادها رو ببینیم کجا بر اساس آمپاتی داریم عمل میکنیم، کجا عمل میکنیم، کجا تعریفات درسته، کجا غلطه، کجا سوء استفاده پیش میاد، کجا پیش نمیاد، کجا انحصار پیش میاد، کجا پیش نمیاد، کجا ما میتوانیم جلوی این تمرکزهای کانونی بگیریم و به چه وسیله بگیریم، کجا میتونیم برای انسان رفاه دائم ایجاد کنیم، نه اینکه هر دفعه بحران بحران پشت بحران. بحران نتیجه روابط قدرته، رابطه مسلط زیر سلطه است. رابطه مسلط زیر سلطه هم درش تبعیض هست و بنابراین نمیتونه راحت پیدا کنه، مجبور بحران با یه بحران دیگه. هم رژیم ایران نگاه کنید، این بحران تموم نشه یه بحران بعدی. پس اون چیز که مهمه برای ما این است که توجه کنیم موقعی که میگیم یه شرکت خصوصی، آیا این شرکت خصوصی که دارم بهش مثلا فلان امکان رو میدم، آیا این میتونه برگشت به جامعه بکنه یا نه. مثال بزنم برای شما، همین در فرانسه اتوبان‌ها رو آمدن خصوصی کردن. زمانی که دولتی بودن اتوبان‌ها خوب بودن، از زمانی که خصوصی کردن 1 میلیارد دلار در سال هم خرج نمی‌کنن برای اتوبان، درآمد چقدر؟ 27 میلیارد دلار. تو اتوبان داری میری و چالشوله می‌بینید. بی ارزگی این نهادهاست در واقع. پس چه خصوصی چه دولتی، قدرتی که در هر کدوم اینا باشه مشکل پیش میاره. به جای اینکه نشون کنیم این رو اون رو، ما این تصورم که دو تا اقتصاد داریم یا دولتی یا بازار دروغه. اما اصلا تنوع اقتصادی داریم، اقتصادی داریم بر اساس مشورت، اقتصادی داریم که میتونیم اندازه‌ها رو بگیریم تنظیم کنیم و انواع اقسام اقتصادهای متنوع وجود داره. این سنویت ایجاد کردن رو یکی از بلاهای ذهنی انسان هاست که یا این است یا آن، یا این است یا آن. انواع اقسام اون چیزایی که وسط هست دیگه دیده نمیشه. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنونم، واقعا عمیق و خیلی صحیح مسائل رو اشاره کردید. از جمله فقط به خاطر اینکه جناب شایگان، از جمله یکی از انواع اقتصادهایی که وجود داره و به نظر میرسه که میتونه کمک بکنه، اقتصادیه که از کشاورز شروع میشه و میگه که چطوری کشاورز، اگر اقتصادی در چرخه اقتصادی باشه که کشاورز در اون رفاه و امنیت شغلی داشته باشه، چرخه اقتصادی چرخه اقتصاد سالم تریه. چرا؟ که اگر در یک چرخه اقتصادی کشاورز که مواد غذایی رو درست میکنه، و نه فقط مواد غذایی که با محیط زیست سرکار، یعنی با خاک، آب و هوا سرکار داره و با سلامت بدن یک جمعیت یک کشوری، اگر اون کشاورز تأمین باشه و در واقع امنیت شغلی داشته باشه، معذرت میخوام، امنیت شغلی و امنیت روانی داشته باشه، اقتصاد سالم تره و بر مبنای چنین اقتصادی هست که کارگر و کارفرما سعی میکنن با همدیگه در سودی که یا در کاری که انجام میدن یا در سودی که به دست میارن تا اندازه شریک باشن. بنابراین اقتصاد سالم، همونطور که حالا به اشکال مختلف هم در اینجا داره بهش اشاره میشه، نمیتونه دو قطبی باشه، بلکه قطبهای مختلف و اشکال مختلف و طرحهای مختلف میتونه داشته باشه، اما توش یه چیزی مشترکه، اینی که رشد اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه بسته اهدایی از یک کشور دیگه یا حتی از یک گروه برای بقیه جامعه نیست، بلکه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی رشد شرایطیه که هر فرد و گروهی در اون سهم داره، نه فقط توانمند میشه بلکه مشارکت خودش رو برای بهتر شدن و برای بهبود انجام میده و نهاد و مؤسساتی که هم که کنترل کننده هستن به همون اندازه رشد میکنن و سهیم هستن در بهبود شرایط، یعنی مشارکت میکنن. بنابراین میگم ما باید بتونیم از ریشه ها صحبت بکنیم
و ببینیم تا چه اندازه در آموزشی که داریم، در دانشی که دسترسی داریم، با هم وحدت یک وحدت بینشی میرسیم در بانی اقتصاد، وگرنه باز هم در آینده که به وجود خواهد آمد، اونی که صاحب پول هست میخواد که اون افزایش اون چیز مالی خودش رو بیشتر و بیشتر بکنه، و البته یه علتش هم اینه، یه علتش نه همش اینه که هویت میاره، یعنی طبقه ثروتمند یا طبقه مرفعی به وجود میاره که اونا هویت‌های خودشون رو در جامعه نشون میدن. این چیزی هستش که باید حواسمون باشه دیگه مبتلا بش نشه. خانم پریوش و بعدم آقای گلستان. با عرض احترام خدمت همه عزیزان حاضر، البته خیلی جامع و عالی و به قول معروف علمی صحبت کردن آقای رایی. من فقط میخواستم در رابطه با سوال شما و این موضوع که به ریشه ها بپردازیم، این مطلب رو بگم که دقیقاً اشاره هم شد که ماهیت انسان باید مورد بررسی قرار بگیره. در واقع آیا این ماهیت انسان یه ماهیت فیزیکی و فیزیولوژی هست، یا اینکه یک ماهیتی داره فراتر از اینها، و نیازهایی که تا حالا تعریف شده شاید بیشتر نیازهای بیولوژی و بله حتی در نهایتش فرض کنید نیاز به تعلیم و تربیت یا آموزش ذکر شده، در حالی که معنویت هیچ جای این انگار حائز نمیشه، در حالی که همطور که دوستمون گفتن اگر در دست آموزش پرورش باشه یا شما فرمودید ممکنه یه کارایی رو انجام بده که با اون چیزی که والدین انجام میدن یا محیطی که فرد درش زندگی میکنه همخونی نداشته باشه. بنابراین اولین چیزی که لازمه این که این انسانی که قرار روی این کره زمین با رفاه و آسایش زندگی بکنه چه نیازهای اساسی داره، نیازهاش چه چیزهایی هست، آیا فقط خوردن و پوشیدن و رفت و آمده یا یه نیازهایی. الان جامعه دنیا دیگه با این بیماری مخصوصا متوجه شده که ارتباط بین انسانها، تعاملشون، این که بتونن به هم محبت کنن، مهر بورزن، خدمت بکنن، اینا جزء عوامل رشد یک جامعه است. یعنی توی جامعه‌ای که شما میرید با حیوانات حتی مهربانن، به قول یه بزرگی میگفت برید برای اینکه فرهنگ جامعه رو بشناسید ببینید رفتارشون با حیوانات چجوریه، حتی اونها حیوانات که بخش عظیمی از این طبیعت هستن یا محیط طبیعی که توش زندگی میکنیم، درخت ها، ببینیم چجوری با اونها رفتار میکنیم، تا چه رسه به اینکه ببینیم با انسان ها چجوری رفتار میکنیم. آیا من به عنوان معلم در مدرسه تبعیض بین دانش آموزان قائل میشم؟ آیا اون که بیشتر درس میخونه برای من اهمیت بیشتری داره؟ چرا یه همچی چیزی در ذهن من هست؟ در حالی که جامعه هم نیاز به مهندس و دکتر داره، هم نیاز به کارگر داره، همه اینا باید ملحوظ بشن. و شاید یکی از اشکالات اساسی اقتصاد مریض امروز دنیا اینه که همطور که شما گفتید یک عده‌ای برای یه عده دیگه تصمیم میگیرن، یعنی یک جور مشارکت عمومی فقط انگار در کار هست، نه اون ته ته این زنجیره. ولی در این ابتداش که ما میخواییم مثلا حالا فرض کنید در یه روستاست، همین روستا رو میتونیم تعمیم بدیم به دنیا، چه نیازهای اساسی اینجا وجود داره، همه افراد اونجا باید با هم فکری کنن، نه فقط کت خدای اونجا تصمیم بگیره و اونم ذهنش یه سری برنامه ریزی ها رو از بیرون گرفته باشه. افرادی که اونجا دارن کشاورزی میکنن یک دنیا تجربه دارن، درسته ممکنه علمش رو نداشته باشن، و بعد میشه برنامه ریزی کرد که اینها دانش هم بهشون برسه. وقتی خیلی جاها این کار انجام شده که وقتی دانش اومده در خدمت تجربه افراد محلی، اون وقت تونستن خیلی کاراشون رو بهتر توسعه بدن، و بعد ملحوظ کنن که همه این ماده که داره تولید میشه برای انسان و دام و آب و هوای کره زمین و همه مناسب باشه. همطور که گفتن توی تولید دنیا الان بیشتر داره سموم تولید میشه تا کالای سالم تولید میشه. این یه چیزیه که شاید خیلی بهش نمیپردازن ولی یه حقیقتیه. در آمریکا، اینجایی که حالا من چند ساله دارم زندگی میکنم، منیزیم توی این خاک وجود نداره دیگه.
یعنی شما میری دکتر به پیشنهاد میکنم که شما گفتید باید ساپلمنت منیزیم رو بخوری، یعنی انقدر بیرویه اینجا تولید شده برای اینکه باید همیشه فروشگاه پر باشه و از هر جنسی لااقل 10 تا مدلش باشه 20 تا مدلش باشه تا مشتری که در احساس کاذب ایجاد شده که بعد هی باید برندهای مختلف رو داشته باشه یا تست کنه بتونه جوابگو باشه. بنابراین اصلا کشاورزی بیرویه‌ای در این آمریکا صورت گرفته که شما دست به هر چی میزنی انگار داری سم میخوری. درست. این یه واقعیتیه. بنابراین یا از لحاظ اقتصادی دقیقا همون وقتی که ثروت تولید میشه اضافه که نمیدونن باش چی کار کنن، خب هی جنس تولید میکنن، بعدم احساس کاذب نیاز برای مصرف کننده به وجود میارن. همینجا تو آمریکا فروشگاه های بزرگی هست به نام والمارت، فکر کنم در خیلی جا همه میشناسن اینا. این فروشگاه از وقتی که به وجود اومدن میتونید ارزون ترین چیزا رو درش تهیه کنید، حالا هرچند که آمریکا هم دوچار تورم شده، ولی فقط به خاطر این که اینها از جایی که دارن تولید میکنن در کشورهای حالا اصطلاحا میگیم جهان سوم، بله اونجا داره تولید میشه با یه حقوق بسیار مختصر به اون آدما و بعد میاد تو اینجا این کالا ارزون داده میشه، خب اغلب آمریکایی‌ها ترجیح میدن برن اونجا خرید کنن. ولی هر جایی که این والمارت ها به وجود اومده و چند سال پیش هم صاحب والمارت ثروتمندترین فرد جهان اعلام شد، تمام کسبه های کوچیک محلی از بین رفتن و صاحب اون کسب ها چون نمیتونستن با این قیمت رقابت کنن خودشون رفتن شدن کارگر والمارت. یا تو زمینه پزشکی فقط این موردم بگم، پر حرفی نکنم، از قول یک پزشک که در آمریکا ایرانیه و در آمریکا 27 ساله در سوئد پزشکیشو گرفته در آمریکا تخصصشو کار میکنه، ایشون ذکر میکردن که منی که دارم برای دولت توی بخش دولتی پزشکه کار میکنم، من باید هر 15 دقیقه یک بار 15 دقیقه دو تا مریض ببینم، اگر کمتر از این یعنی زمان طول بکشه به من اخطار میدن و میگن چرا دارو نمی نویسی. یعنی میبینید همون موضوعی که گفتن آقای رایی، کمپانیای داروسازی در آمریکا و در دنیا حرف اولو دارن میزنن، بنابراین میگن باید دارو بدی به مریض. این پزشک میگه من چطور میتونم دیگه حالا به درد دل این گوش بدم؟ ایشون یه برنامه زوم درست کردن، دارن به مردم یاد میدن چجوری با تغذیه خودتون رو قوی بکنید. من این منیزیم رو اونجا یاد گرفتم. بنابراین آره، اینه که در واقع حتی کادر یعنی انسان فراموش شده دیگه، کلن اصلا انسان از این چرخه کاملا رهاست، فقط و فقط پول و سود بیشتر و رقابت آبجکت شرایط هست انسان. درست. بفرمایید جناب گلستان جو. و من فکر میکنم ما چون تا ساعت 8:30 بیشتر نیستیم دوستان تونن ممنون میشیم از دوستان که صحبتهاشون رو در 3 دقیقه انجام بدن که صحبت به همه برسه. جناب آقای گلستان جو گرامی، مایک در اختیار شماست. استاد بفرمایید. خدمت شما که من فقط یه نکته رو خواستم از کانفرانس شما. جناب رایی صحبت از رشد افراد کردن و من حالا با خود ایران کار دارم، حالا به قول دوستمون با کشورهای دیگه آشنایی به اون صورت ندارم، ولی چیزی که در آینده در واقع ابزار موفقیت جامعه ایرانی میشه این که واقعا با تمام وجودشون به اون رشد معنوی و فردیشون در واقع تلاش بکنن. اگر ما از حقوق خودمون آگاه نشیم، کما اینکه تو این حداقل 40 سال تو این 40 چند سال اصلا در این رابطه اصلا یکیش مثلا حق طلبی که الان بارز شده در این مدت، خب میشه گفت تقریبا 20 چند ساله که مردم دارن یواش یواش حق طلبی رو انجام میدن. این یکی از تمام حقوقی که ما میتونستیم ازش برخوردار باشیم یا آگاه باشیم که نبودیم. اگر این اتفاق بیفته که ما از حقوقمون آگاه باشیم، میتونیم آینده رو حالا با هر نظامی که سر کار باشه میتونیم آینده خودمون رو بسازیم. در غیر این صورت جمهوری اسلامی برای یکی دیگه بیاد، اونم مثل همون زمان قبل از
انقلاب و حالا در آینده. تنها راهش به نظر من همینه که افراد بتونن از حقوق خودشون آگاه باشن تا بتونن پیشرفت رو داشته باشن و آرامش و آسایش رو در اختیار. ممنون. سپاس از شما جناب آقای گلستانجوی گرامی و ممنون از همه حضار. من یه سوالی مونده بود از خانم رها ثابت بپرسم، یادداشتش کردم. شما درباره قرارداد موقت صحبت کردید، حالا امنیت شغلی هم به خطر میندازه، ولی نگفتید که با اینکه قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران رو خطر میندازه، چرا باز هم معتبر به حساب میاد؟ دلیل اعتبارشون چیه؟ مایک در اختیار شماست خانم ثابت. مایک شما رو باز کردیم خانم ثابت. حالا باز شد. فکر میکنم شاید گفتم ولی نتونستم درست بگم. یه علتش اینه که منافع اون شرکت یا اون دولت یا اون گروه رو در بر داره. ببینید قراردادهای شغلی کوتاه مدت در واقع به اون گروه یا به اون فرد یا به اون کارفرما این اجازه رو میده که برای مدت بیشتری روی سرمایه، مثلا فرض کنید قرار یه مبلغ پولی برای یک سال به شما بده، برای 6 ماه میده، بقیه اون جزء سرمایه هستش که داره سود میاد روش، به جای اینکه صرف کارگرش بشه یا صرف اون کسی بشه که بهش داره میده. بنابراین این جزء چرخه ناسالم اون در واقع سرمایه داری هستش که کارفرما داره. حتی میخوام بگم در سطح دانشگاه این اعتبار داره. بخاطر همین یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که خیلی به ندرت شما در سطح حتی دانشگاه میبینید که یک قرارداد طولانی مدت با کسی ببندن، برای اینکه سرمایه رو میتونن بذارنش و یه جوری اون رو افزایشش بدن. یکی این موضوع رو دوست داشتم بگم و یکی هم به عنوان جمله انتهایی، نمیدونم حالا پاسخ شما بود یا نه، شاید دیگران بهتر بتونن پاسخ بدن، ولی من فقط از بعد در واقع جامعه شناسیش میتونم بگم. اما یه موضوعی که چند بار اینجا اشاره شد و گفتیم ما درباره ایران حرف میزنیم، کاری به جای دیگه نداریم، واقعیت اینه که اقتصادی که امروز داریم ازش، نظام اقتصادی که الان صحبت میکنیم، نظام اقتصاد جهانیه، یعنی به هم وابسته هستن همه جای دنیا. وارد این قضیه نمیشم چون میدونم خیلی ها ممکنه مطالعه کرده باشن یا حتی دوست داشته باشین بعدم برید نگاه کنید. اصلا نمیشه اقتصاد یک کشوری رو از جاهای دیگه مجزا کرد. رشد سالم یک اقتصاد مربوط به یک کشور خیلی وابسته است به رشد سالم مجموعه‌ای که درش قرار گرفته به طور جهانی. اگر به هر شکلی ایران بخواد عوض بشه، خیلی خیلی هم عالی بشه، ولی کل مجموعه چرخه اقتصادی که در دنیا وجود داره که اصلا همچین چیزی رویاست، چرخه جهانی دنیا تغییر نکنه، شما مطمئن باشید دور یا نزدیک دو مرتبه اون شرایطی که برای ایران گذاشته شده از لحاظ اقتصادی خیلی هم فکر کنیم درسته فرو میپاشه. دقیقا همون مثالی هستش که آقای رایی درباره اروپا میزنن. با همه اینی که اینا با هم متحد شدن که منافع اقتصادی و خیلی از منافع دیگرشون رو حفظ کنن، ولی حالا ببینیم بعد از سالها چه اتفاقی افتاده براشون، چطور اقتصاد کشورهای کوچکتر یا حتی بعض از کشورهایی که بزرگ هم هستن واقعا تهدید شده. بنابراین نمیتونیم توی این چرخه اقتصاد جهانی یکی رو بگیریم و بگیم اینو درست میکنیم، کاری به بقیهشون نداریم. این دیگه به نظر میرسه یه ایده ای که هممون مطمئنیم که کار نمیکنه. سپاس از شما جناب آقای رای. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله خیلی ممنون. من به دو نکته دیگه میخوام اشاره کنم که به صحبت ما ربط داره. یکی این که تعریفی که در لیبرالیسم و لیبرالیسم اقتصادی از آزادی هست غلطه. میگه آزادی انسان اونجایی تمام میشه که آزادی دیگری شروع میشه. این در واقع این قدرت من اونجایی تمام میشه قدرت دیگری شروع میشه و در واقع پشتش این تبعیضی که بین قدرت مدارا و مردم عادی هست رو پنهان کرده و به کار به جایی کشیده که
اونی که قرار آزادیش یه جایی تموم بشه خیلی کشدار شده این آزادیش، منی که قرار آزادی تموم بشه ذره‌ام نیست. پس بنابراین مشکلی که الان ما داریم تعریف هاست، از جمله همین تعریف آزادی. نکته دیگه که مشکل ساز هست اینه که دموکراسی نمایندگی خودش در درون خودش تناقض داره. تناقضات داخل دموکراسی نمایندگی کار دست بشریت داده. اینکه چرا؟ به این علت که گفتم دیگه، رابطه های صحیح رابطه های آمپاتیک هست، رابطه های همدلی هست. از این رابطه خارجه، رابطه یک طرف هست. به نماینده رأی میدین، نماینده یه برنامه‌ای رو به شما پیشنهاد میکنه، اما هر کاری بر دل بخواد خودش بدن میکنه. شما هم با 4 سال 5 سال بایستی تا این شخص رو عوض کنید، یا اینکه حالا به دلیل پیش دیگه‌ای که پیش میاد حتی به خود این شخص دوباره رأی بدید. به عنوان مثال در فرانسه از این دولت راضی نیستن، اما از ترسی که بعد دولت راست افراطی بیاد میان با دوباره به همین رأی میدن، با دوباره همین هیچ کاره مردم هیچ کاره. بس قدرت تصمیم، توان تصمیم و تصمیم جمعی و اراده جمعی گرفته شده. پس ما لازمه که علاوه بر که به حقوق انسان توجه کنیم، به حقوق ملی توجه کنیم و به حقوق هر جامعه در جامعه جهانی توجه کنیم. و بنابراین آنچه در دنیا لازم داریم چند تاشو میشناسیم. یک واحد پولی جهانی لازم داریم. دلار زور میگه، به چه وسیله؟ به وسیله این که من چون دلار هست شما نمیتوانی اونجا که تحریم میکنه، تحریم هم که میکنه ملت ها رو تحریم میکنه، فقط دولت ها رو تحریم نمیکنه. و بنابراین با قوانین جهانی در تناقض، جوانی ببخشید با حقوق بین الملل در تناقض قرار گرفته. پس نکته اول اینه. دوم این هستش که تمام بانک های جهانی رو یا باید ملیش کنیم، یعنی دولتیش کنیم، و یا اینکه قانونمند کنیم، از این بی قانونی در بیاریم. سومین نکته که باید توجه بکنیم و دروغ بزرگی به خورده همه میدن اینه که دولت‌ها مجبورن از بانک‌ها قرض کنن. نه، دولت‌ها مجبور، خود آمریکا پول، دولت میتونه خودش پول خرج کنه ولی این نمی‌کنه، برای اینکه وابستگی به بانک نگهداره، به اینکه قلب اقتصاد میگه بانکه. پس بنابراین یه سری سانسورها لازمه جلوش گرفته بشه. نکته دیگه ای رو که دوست خوب ما خانم پریوش مطرح کردن صحیح است، یعنی ما شرکت‌های جهانی کارشون به جنایت کشیده و فاسدترین شرکت‌های بزرگ جهانی شرکت‌های داروسازی هستن. بیشترین فاسدترین اینا هستن، پشت سر اینا هستن که شرکت‌های اسلحه سازی و اینا هستن و مواد مخدر و اینا. اینها به عنوان مثال در امریکا یک هوی رو راه انداختن که باید کلسترول رو بیاریم پایین و به ضرر دارد و نمیدونم انواع اصلا، یا اینکه درد چیز بدی است و لازمه که حتما جلوی درد گرفته بشه، و بنابراین انواع اصلا داروها که در رابطه با از بین بردن درد هستش رو چیز کردن و انواع اصلا مریضی ها رو گسترش دادن. در همین جریان کرونا اگرتون باشه، اول قرار شد که درمان ابتدایی 6 روز اول رو که گفتم به درد نمیخوره، از 6 روز تا 14 روز درمان کورتونی رو که برای التهاب بدنه گفتم کنار گذاشتم، گفتن معجزه‌ای وجود داره، یک واکسن ساخته میشه که اینم چه کار میکنه، مشکل حل میکنه، مشکل حل نکرد. بعد گفتن نه خیر، ما منظورم این بود که جلو مرگ رو میگیره. بعد دیدم جلو مرگ هم روز برو داریم جلو میریم نگیره. بنابراین بر اساس چه حقوق بازی این کارو کردن؟ گفتم تحقیقات آکادمی که دانشگاه ها کند است، ما خودمون تحقیقات شرکت های کوچیک و اینا رو میکنیم. یعنی در واقع کار آکادمیک رو جایگزین کردن با یک گروه کاری که خودشون در واقع وابسته به این شرکت ها بودن و اونجایی هم که نتیجه به نفع این رو نبوده رو سانسور میکردن، اونجایی که به نفعشون بوده رو منتشر میکردن. یعنی با حقوق بازی دنیا رو طرف کردن. در جنگ اوکراین هم دوباره داره همین بازی رو در میارن، به این علت که صداها از طریق این رسانه‌های روس که 24 ساعت خبر میدن مرتب تکرار میشن. هر کیم خلافش بگه، به عنوان مثال خانم سیگورن رایال یه شخصیت معروف فرانسوی هستش که در انتخابات ریاست جمهوری یه بار تا 46% رأی آورد، یعنی نزدیک بود رئیس جمهور بشه. این خانم گفت این صحیح نیست که در جنگ بین روسیه و اوکراین دیپلماسی عقب افتاده از جنگ. دیپلماسی نقش اول باید داشته باشه. این خانم رو تحریم کرده، این رسانه ها تحریمش کردن، برای اینکه چرا حرفی که رسانه های عمومی زدن رو نزدی.
پس بنابراین میبخشی من تلفن دارم. خیلی ممنون. سپاس از شما جناب آقای رای گرامی. خب خانم رها ثابت، شما در یکی از صحبتاتون فرمودین که وقتی که این فرد امنیت شغلی داشته باشه راندمان کارش میره بالا، با کیفیت بهتری کار میکنه، محصول بهتری رو تولید میکنه. آیا منظورتون اینه که حس امنیت شغلی وفاداری کارکنان رو به وجود میاره؟ خب حالا اگه یه فرد در اون کار باشه حس امنیت شغلی رو نداشته باشه، دیگه نیاز نیست که به کار وفادار باشه؟ مایک در اختیار شماست، بفرمایید. اتفاقا خیلی سوال درستیه، به دلیل این که عرضم کردم که این امنیت شغلی خیلی با امنیت اجتماعی در ارتباطه و این موضوع امنیت شغلی یه بودیش که خیلی کم بهش توجه میشه که اشاره شد و شما الان دو مرتبه در واقع بهش اشاره کردید قوی تر، اینه که تا چه اندازه فرد از لحاظ روانی امنیت داره، یعنی سلامت روانی داره در شغلی که انجام میده. حالا اگر این اتفاق نمیفته این نیست که وفادار نیست، ولی مثل این میمونه که یعنی اینطوری که تعریف میکنه به لحاظ جامعه شناختی میگه مثل این میمونه که در اون چرخه تولید یکی از اون حلقه ها مشکل داره، بنابراین خیلی راحت میتونه از هم پاشیده بشه. به همین دلیل هستش که میگه به هر اندازه که ما امنیت شغلی رو برای تک تک اون افرادی که دارن کار میکنن افزایش میدیم، نه فقط به خاطر قراردادهایی که باشونه، ما رو قراردادهای محکمتری که شامل طولانی هست، بیمه داره غیر و غیره، بلکه به لحاظ رشد فردی هم بهشون کمک میکنیم، یعنی از لحاظ علمی اونا رو بهشون دانشی میدیم و نه فقط دانشی اونها دریافت میکنن در خصوص کاری که انجام میدن، این دانشه حتی به اونا کمک میکنه که چطوری به صورت تیمی کار کنن یا اینکه خلاقیت داشته باشن برای اون کاری که انجام میدن. و بعد به خودشون که نگاه میکنن میبینن اگه مثلا تولیدشون فرض کنید فقط یک دونه خودکار بوده، بعد به واسطه خلاقیت یا به واسطه که ارزش کاری که داشتن تونستن این خودکار رو مثلا یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنن. حالا مثال این شکلی میخوام بگم این وفاداری نه به معنای اون تنها کلمه وفاداری که الان هممون میدونیم، بلکه واقعا به معنای این هستش که تا چه اندازه فرد توانمند میشه و نه فقط این فردی که توانمند میشه، بلکه اون تیمی که با هم دیگه کار میکنن، اون تیم تا چه اندازه این خصلت توانمندی و این رشد گروهی رو در خودش تجربه میکنه. اینا همه شامل اون امنیت شغلی هستش که داریم صحبت میکنیم، ولی اصولا چون اینا میره آخر، بیشتر موضوع قرارداد، بیمه، بازنشستگی، حقوق و غیر و غیر، ساعات کار، اینها میاد جلو. یکی دیگه از چیزایی که شاید ما فراموش میکنیم ولی دوستان برخی بهش اضافه کردن، این از جمله مضراتی که عدم امنیت شغلی به بار میاره تبعیض شدید جنسی هست و این نه فقط درباره زن و مرد بودنش دارم میگم، حتی در بین طبقات مردان یا طبقات زنان هم. حالا من خودم اعتقاد به این طبقات ندارم، ولی میخوام بگم مثلا اگر در ایران بگیریم یک کارگر مرد افغانی امنیت شغلی کمتری داره نسبت به یک مرد کارگر ایرانی. به همین ترتیب فکر کنید یک مرد بلوچ اگر بیاد این وسط، یا از یک دین دیگه اگر باشه، یا از یک زبان دیگه اگر باشه. بنابراین امنیت شغلی ابعاد بسیار متفاوتی رو با خودش میتونه، یعنی وقت ببخشید امنیت روانی در شغل تبعات بسیار متفاوتی رو میتونه با خودش همراه داشته باشه، یا روش میتونه نور بندازیم نگاه ببینیمش. سپاسگزارم از شما. خانم ویژنده گرامی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون جناب افشارزاده. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز.
من صحبتم رو دو بخش میکنم اما کوتاه خدمتتون میام که وقت دوستان زیاد نگیرم. اولی که باید عرض کنم که واقعا ممنونم بابت این جلساتی که شما عزیزان حضور دارید و این جلسات نیز برگزار میشه، به خاطر اینکه به هر حال روی صحبت‌های شما عزیزان یه تفکر انجام میشه و من خودم به شخصه میتونم بگم که حتی تو این زمان تازه دارم میفهمم که این دوران پسا به قول معروف پیروزی یا حالا پسای انقلاب چه اتفاقاتی قرار بیفته تو ایران، و اگر صادق باشم با همه باید بگم یه خوفی هم دارم و واقعا ترسی منو گرفته. و اینه که میخوام بدونم حالا با توجه به صحبته که الان شد، آیا شما عزیزان حالا هر کدوم که تمایل داشتین که در واقع در مورد این نظرتون رو من بشنوم، اینه که آیا روزنه امیدی وجود داره با توجه به این که تو این همه سال، حالا ما نمیتونیم بگیم فقط همین 43 سال انقلاب، زمینه‌ای در گذشته هم داره و این حالا به صورت بدتر شاید بگیم ادامه پیدا کرده، آیا واقعا روزنه وجود داره که بخواد این تغییرات به صورت واقعا ریشه‌ای صورت بگیره اساسی، و چه دورانی و چه بحرانهایی رو در پیش خواهیم داشت؟ این یک. و موضوع دیگه که حالا اگر مثلا به نکته اعتراض و امنیت شغلی و اجتماعی در موضوع در واقع جلسه بخوام بهش اشاره کنم، اینه که خب با توجه به اینکه از روز شکلگیری این اعتراضات در واقع اصرار بر این شده که اعتراضات مدنی صورت بگیره، خب با توجه به اینکه الان از دیروز میدونیم که پتروشیمی عسلوی آبادان و اینا که خب همه اینا به حال یکی از مهمترین من فکر میکنم باشه برای ایران، حالا درسته که در واقع ضربه زدن به دولت هست، اما با توجه به این که دستگیری های شده، سرکوب های شده، در واقع حالا همون نیرویی که باید اینا میخوان اعتراض کردن که باید کار انجام بدن نمیخوان کار انجام بدن هم خودشون گرفتن، اینو خواستم تو پرانتز فقط بگم خدمتون. و اینکه خب این آسیب هایی که الان داره میخوره به این قضیه هم آیا در آینده جبران پذیر هست، یا یعنی واقعا ما با چه چیزی روبرو هستیم؟ این یه نکته بود که دوست داشتم بهش بپردازم و نظرات شما رو بشنوم. ممنونم. سپاس از شما خانم بیجندی گرامی. درباره اون سال اول که فرمودید آیا روزنه امیدی هست، خب ما در سایر شبکه‌ها، سایر گروه ها درباره موضوعات و شرایط حال حاضر ایران صحبت میکنیم و خیلی با هیجان صحبت میکنن، درسته خیلی اتفاقات تلخ هم افتاده ولی میگن این بار میشه، این بار اتفاق میفته. مثلا خب من توی شهر کوچیک، من تو بوشهر زندگی میکنم، وقتی توی شهر کوچیک مثل بوشهر فقط 200 نفر بازداشت میشن، وقتی پدر خود من اون زمان که من خبرنگار رسمی بودم میگفت نکن این کارو، ولی الان زنگ میزنه میگه که فلان خبر گذاشتی، فلان کارو کردی، فلان ویدیو رو دیدی سرنده چی شد، دیدی چی سر فلانی آوردن. یعنی مردم دیگه میدونن دیگه از این بالاتر اتفاق قرار نیست بیفته. یعنی نهایت فقر، بیکاری، هر نوع الان دارو کم پیدا میشه، نبود کار و خیلی از موارد دیگه. و مردمی که الان بیرون هستن، حجاب شاید همون یک روز نه، همون یک ساعت اول بوده اعتراض ها، الان دیگه کسی کاری به حجاب نداره. مردم اون آزادی میخوان که حقشونه و نه اون آزادی که نمیدونم تلویزیون مثلا دیروز دیشب یا پریشب آقای رائفی پور صحبت میکرد میخوان اونجوری بیان بیرون. نه، آزادی یعنی این که هر رشته‌ای که دلشون میخواد درس بخونن، هر ورزشی که میخوان انجام بدن، مثل اینکه 6 ماه کار کنن، 6 ماه برن تفریح کنن مثل بقیه مردم دنیا. و خانم بیژندی، من اعتقاد دارم این اتفاق میفته، شخصا اعتقاد دارم و معدود زمانهاییه که دارم براش دعا میکنم که اتفاق بیفته که بتونم برگردم ایران، در ایرانی که آزاد باشیم، راحت بتونیم کارمون رو انجام بدیم و نترسیم از قلم به دست گرفتن و نوشتن.
از سایر دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت و مشارکت هستید، جناب آقای رایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. علی، خیلی ممنون. من ترجیح میدم خانم ثابت بیشتر صحبت کنن و همینطور دوستان تا من، برای اینکه من این روزا همش زیاد صحبت میکنم. چند تا نکته رو لازمه توجه کنیم. نکته آخری که دوست ما مطرح کردن از نظر من لازمه بهش توجه کنیم. خیلی مواظب باشیم. این فکر که یک دترمینیسمی وجود داره و حتما یک جبری وجود داره و حتما پیروز میشیم میتونه خطرناک باشه. یک جنبشی هست، احتیاج داره به بررسی. من اینو دیروزم گفتم، دیروزم تکرار میکنم. همه حوادث و رویدادها میتوانن جهت مثبت و منفی داشته باشن. به میزانی که ما دخالت حقوقی داریم، فضای حقوق رو باز میکنیم، فضای قدرت رو تنگ میکنیم و موفقیت ما نقشش بیشتر میشه. اما اگر جنبشی هدف نداشته باشه، فکر راهنما نداشته باشه، سخنگو نداشته باشه، میتونه با شکست مواجه بشه با تمام اعتراض و انرژی که میذاره. مشکلی که الان ما داریم یکیش همینه که کی سخنگوی این جنبشه. نکته دوم این استش که یک جنبشی پیروز میشه که تمام حقوق رو بخواد، نه اینکه ذره ذره خواهی بکنه، حالا یه ذره حجاب بره عقب. به شما اینجا قبلا توضیح دادم، این مثل این میمونه که مثلا ماندلا بگه که حالا شما یک مقدار این آپارتاید برداری. نه، آپارتاید برداشته میشه، تجاوز به حقوق باید برداشته بشه. نیازهای مردم، نیازهای حقوقی مردم همه درسته. این که به انباشته شده و در واقع یه لحظه آمده و اینجوری فوران کرده، بارها هم این فوران کرده، به نتیجه نرسیده. مگه سال 98 این فوران نکرد؟ سال 88 مگه نکرد؟ پس لازمه که توجه بکنیم. یا اول محل مبارزه در جامعه است، خارج از رژیمه، نه در داخل رژیم. سال 88 این اشتباه شد، خواستن در درون رژیم بمانن. رژیمی که غیر قابل اصلاح نیست و هی مرتب بخواستن اصلاح کنن، با چه دروغی که اصلاح خشنه نیست، انقلاب خشن است. توجه نداشتن که انقلاب یک رویداده که اگر انعطاف ناپذیری مردم در مقابل انعطاف ناپذیری رژیم قرار بگیره و رژیم کوتاه نیاد، انقلاب میشه، رویداد انقلاب دوام میده، و اگر رژیم کوتاه بیاد، انقلاب نمیشه. پس نکته دیگه این هست و توجه به این نکته بکنیم که در رابطه با کار یک مشکلی الان در سطح دنیا پیش اومده در رابطه با کار و کارگر. الان کارگرا مثل دهه 50 60 70 80 میلادی به حزب‌های چپ رأی نمیدن. در فرانسه 70% کارگرا به راست افراطی متأسفانه الان رأی میدن. دلیل داره این. دلیلش این هستش که دلایل مختلف داره. یکیش این هستش که سطح رفاه کارگر رفته بالا و حق بیکاری وجود داره. مثلا در فرانسه رو من میگم، کشورهای دیگه هم میتونن تجربیاتی مشابه داشته باشن، بعضیاشون هم میتونن نداشته باشن. رفاه نسبی دارن، حق بیکاری دارن و در این حال اون تمرکزی که در دهه 50 60 از نظر سکونت داشتن رو ندارن. در دهه مثلا 60 70 اینا در حاشیه های شهرها بودن، حومه نشین بودن، الان پخش شدن و بنابراین موقعی که فراخوان کارگری داده میشه اون کارگرا نمیشن. یکی این، دو این هستش که سازمان های چپ دوچار درگیری های فرسایشی شدن با دولت ها و سندیکا ها و نتوانستن مشکل رو حل کنن. چرا؟ مثلا در فرانسه سندیکای کارگری با سندیکای کارفرماها میشینن، توافق نمی کنن و میرن با دولت گفتگو میکنن. خب معلومه که در این وسط سرشون کلا میره. در آلمان سندیکای کارگری با سندیکای کارفرمایی میرن، توافق میکنن، با هم میرن پیش دولت، امتیاز میگیرن. پس میبینیم که یکی از مشکلاتی که در کشورهایی مثل فرانسه یا کشورهایی که در اون سندیکای کارگری ضعیف عمل میکنن یا تخاصمی عمل میکنن، فرهنگ گفتگو درشون پایینه، نتیجه نمیگیرن، مردم خسته میکنن. شما بارها میبینید در از یک سال راهن فرانسه اعتصاب میکنه، همه مردم منتظرن، دولت هم امتیاز نمیده، حساب میکنه که این دفعه 25% بود میشه امتیاز نداد، این دفعه 30% شد، حالا باید یه خورده امتیاز داد.
و در واقع این وسط کی این وسط تلف میشه؟ خود کارگران و مردم. کارگران خودشون خسته شدن از این وضعیت نامناسبی که سندیکاهای کارگری دارن و زوری که دولت‌ها الان به مردم وارد میکنن با انواع اقسام معرفتی که پیدا کردن، معرفت دولت‌ها میشه به معرفت حرکت‌های اجتماعی. تا زمانی که معرفت‌های اجتماعی معرفتش نچرخه، دولت‌ها زور خودشون رو خواهند گفت. مرسی، خیلی ممنون. سپاس از شما. جناب آقای شایگان، ماک در اختیار شماست، بفرمایید. درود مجدد. ببخشید من دست بالا میبرم و سوالات زیادی سرم هست. اول می‌خواستم یه نکته بگم که خانم دکتر ثابت، اگر من گفتم فقط راجع به ایران، مختص ایران، چون دقیقاً واقعا در حال حاضر ایرانه. منم میدونم اقتصاد جهانیه، ولی خب ما در حال حاضر توی مرحله خیلی سخت و دشواری هستیم. بعد این به خاطر این موضوع بود. موضوع بعدی در ادامه صحبت‌های خانم بیرجندی خیلی دردناکه برای من، حداقل خیلی دردناکه. ببین، بچه 7 ساله 2 ساله داره با گلوله جنگی کشته میشه تو ایران، دختران و پسران خیلی جوانمون دارن کشته میشن تو ایران و به قول معروف گوشت دم توپ شدن. خب یک خیزش، یک قیام، یک انقلاب، حالا هر چی که اسمش رو میذاریم، نیازمند خب یک سری ابزاری هست، یک سری چیزایی که کنار هم گذاشته بشه. خب از همون هفته های اول همه داد زدن که کسبه، اصناف، کارگران چرا اعتصاب نمی کنن، چرا نمی پیوندن. ما سال گذشته داشتیم بسیار اعتراضات و اعتصابات داشتیم از کارگران و کارمندان و معلمان و بازنشسته و غیره و زالک. الان نیستن. ببین تا کی میخواییم ما این جوانام رو جلوی گلوله بفرستیم با دست خالی که آیا بازاری جماعت بهش بر بخوره که مثلا مغازش ببندی یا نه، یا مثلا شرکت نفت آیا اعتصاب کنه، شرکت برق. من یادم چند وقت پیش با آقای شفایی جلسه بود، آقای شفایی گفتن که برای انقلاب 57 اول بار شرکت برق، بعدش نمیدونم کجا، بعد بازار اعتصاب کردن و کمر دولت شکست. خب چرا الان این اتفاق نمیفته؟ تا کی میخوایم ما بچه های 7 ساله و 2 ساله و 16 ساله و چه میدونم 20 ساله، اصلا هر سنی اصلا مهم نیست، تا کی ما میخوایم ببینیم که این بچه ها دارن پرپر میشن جلوی گلوله؟ اینا کی میخوایم، اصناف کی میخوان به این موضوع بپیوندن، یا اصلا بهشون بر میخوره؟ آیا البته این سوال نبود، این درد دل من بود، فقط خواستم همین رو بگم. درسته. نه درسته کاملا. از شما جناب شایگان، خانم ثابت صحبت‌های شما رو می‌شنویم. خیلی کوچیک می‌خواستم بگم خیلی موافقم با صحبت‌هایی که دوستان کردن که از جوانب مختلف بود. ببینید، قضیه این هستش که اینقدر همه ما خسته هستیم از شرایط موجود و بودیم و هستیم که کوچکترین جرقه‌هایی کمک می‌کرد برای اینکه یک خیزشی به وجود بیاد. اما واقعیت اینه که تا وقتی که یک تصویر روشن بزرگی جلوی این خیزش وجود نداشته باشه که قراره به کدوم سمت بره، من نمیگم یه سخنگو، دو سخنگو، نمیدونم اعتصاب و این حرفا، نه، میتونه همه اینا باشه، میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی واقعیت اینه که اون تصویر بزرگ، اون آینده روشن، اون افق، اون ستاره که حالا داره روشنایی میده، کدوم سمته که داریم به اون سمت میریم و قراره که چه اتفاقی بیفته. اگر اون بتونه، و اون یه چیزی نبوده که یه شبه و با یه بشکن زدن آماده بشه، قطعا افراد خیلی زیادی مثل ماها و مثل همه کسایی که حالا بیان جمع بشن و گفتگو واقعی بکنن محترمانه و دوستانه در یک فضای صلح‌آمیزی، میتونه اون تصویر بزرگ رو بسازه و نشون بده که صدای همه توش باشه و در واقع نشون بده که همه مشارکت دارن. و اگر اون تصویر، یعنی به اون سرعتی که این تصویر روشن بشه و آینده اون افق مشخص بشه، مطمئنا افراد و گروه هایی که تا
به حال ساکت بودن هم میان جلو. من فکر میکنم خیلی از افراد هستن که بارها این خیزش و دوباره فرو نشستن رو دیدن و این بار هم فکر میکنن خب بعد از این مدتی، شاید طولانی تر، بعد از این مدتی بخوابه. ولی اگر ببینن که چی جلو هست که میخواییم برسیم، و اینو ماهایی که حالا این وسط داریم بیشتر از بقیه داریم به یه شکلایی سعی میکنیم بکشیم، باید اون رو هی ترسیمش کنیم و از بقیه هم بخواییم بیایم درستش کنن. و به این ترتیب گروهی که ساکت هستن، افراد بسیار با تجربه هستن که ساکت نشستن، اونا هم بیان جلو به حرفاشون رو بزنن. فقط کسبه یا کارگران یا صنعتگران قطعا نیستن که اونا هم شاملش هست، ولی بسیار از نویسندگان و هنرمندان و سیاستمداران یعنی که خیلی با تجربه هستن، اینا هستن که ساکتن و اونا هم باید بیان جلو. یکی این موضوع. و یکی هم من از یه نگاه دیگه هم بهش نگاه میگم، خیلی تمثیلیه، اونم که پاییز، یه درخت رو نگاه کنید، همه برگاش باید بریزه و وقتی که میخواد برگاش بریزه خیلی انرژی از درخت میگیره، یعنی هر یه برگی که میفته خیلی انرژی از اون درخت میگیره و به همین دلیل هست که در دوره زمستان درخت ها به خواب میرن، برای که خیلی انرژی ازشون رفته. ولی بعد میبینیم که بعد از اینکه برگا افتاد و این انرژی گرفته شد و یه به خوابی رفت و انرژی رو دوباره کسب کرد، این بار جوانه های میزنه و دو مرتبه درخت پر از برگ و بار میشه و بعد گل و بعد میوه. من فکر میکنم هر خیزشی، و امیدوارم این خیزش مثل واقعا این یه پروسه نگاش کنیم، همطور که گفتیم یه پروسه که قرار اونم تو خودش افت و خیز داشته باشه، ولی به سمت بهار، به سمت تغییرات. اگه سیاه و سفید نبینیم شاید منطقی تر هست، و اینکه با همه خیزشاش همراهش باشیم و سعی کنیم تعداد افراد بیشتری رو وارد این مجموعه کنیم، موفق تر خواهد بود. سپاس از شما. جناب آقای رای، در اختیار شماست، بفرمایید. بله، خیلی ممنون آقای افشارزاده گرامی و همینطور دوستان گرامی. من هم در رابطه با نگرانی آقای شایگان چند تا نکته رو میگم. زمان شاه موفق نبود، رژیم شاه، در درست کردن اپوزیسیون تقلبی برای خودش، اما رژیم ولایت فقیه در درست کردن اپوزیسیون تقلبی بسیار موفق بوده و بسیار وقت مردم رو گرفته. یعنی شاه بعد از اینکه آمد اعلام کرد که یک حزب مستقل باشه، رستاخیز، و هر کی هم نمیخواد پاسپورتش بره بگیره ایران، خودش در واقع سقوط خودش رو سرعت بخشید. اما این رژیم احزاب مخالف خودش رو تحمل نمیکنه، اما اقسام احزاب تقلبی رو در درون خودش درست کرده که اینها آمدن سوداگری فکری رو جایگزین فکر کردن. فکرهای جمعی جبار، دترمینیسم پوبلیکا رو آمدن جایگزین فکر حقوقی کردن و بنابراین بازی کردن با مردم، با امید مردم، به امید مردم خیانت کردن و به مردم مرتب تزریق کردن که سازش امکان پذیر هست. نکته دیگه این هست که کسانی مثل برخی از ملی مذهبی ها در ایران وحشت در مردم ایجاد کردن که اگر این رژیم بره ایران بدتر از افغانستان میشه. چرا؟ به این علت که آلترناتیو وجود نداره. فراموش کردن که آلترناتیو رژیم های استبدادی خود دموکراسی و مردم هم. اعتماد به مردم نداشتن و مردم رو ضعیف میدونستن، در صورتی که مردم ما ضعیف نیستن. مردم ما 91 آماری گرفته شد، یه شرکت امریکایی از طریق تلفن از ایرانی‌ها، بیش از 93% ایرانی‌ها طرفدار دموکراسی هستن، با یکی از بالاترین ها سرصد دنیا. و بنابراین ماها ایراد داریم اما نقاط قوت زیادی داریم، به جای تکیه بر این نقاط قوت ترسوندن. مردم در حال حاضر یواش، یعنی حالا یک نکته دیگر الان بر شما میگم و اون این هستش که به سازشکار بگوین دست از سازشت بردار، او این درس رو نمیگیره که مقاومت بکنه، او درس این میگیره که سازش کرده کمه سازش بیشتر کنه. خانمی که میخواد از شوهرش کتک میخوره سازش کنه، دلشو با آشپزی بهتر دست بیاره، بهش بگی نکن، مقاومت کن،
میگه نه من کم بود، حالا باید بیشتر محبت کنم تا این دلشو برم بیارم. این آرامش قبرستانی رو تو خونه خودش برقرار میکنه، به جای اینکه مقاومت بکنه، کمک بگیره و بیسته و بگه حق زمان دفاع از حق بلافاصله بعد از تجاوز به حق هستش، سازش میخواد بکنه. نکته بعدی که در سطح دنیای اشتباه شده، در کشور ما هم میشه، عدالت میزان نه هدف. هر کدوم از اعمال ما لازم عادلانه باشه، نه اینکه من بگم یه کارایی میکنم آخرش به دست میارم نمیدونم یه عدالتی رو اینا. ما ایرانی ها خودمون به دست خودمون میتونیم دموکراسی رو ایجاد بکنیم، دموکراسی فرهنگی که خود مردم ایجاد میکنن. این گونه نیست که مثلا بوش بگه که من میخوام برم دموکراسی در عراق ایجاد بکنم. به جای دموکراسی چیکار کرد؟ جنایت و فاجعه در عراق ایجاد کرد. برای اینکه دموکراسی سرایت کردنی نیست، دست خود ماست. پس اعتماد به نفس، امید، ترس رو انگیزه عمل قرار ندادن، فرهنگ مقاومت ایجاد میکنه. بر روی حقوق ایستادن و بلافاصله بعد از تجاوز ایستادن و هر جا میتونم حقوقی عمل بکنم برای اینکه فضای حقوق زیاد کنم، حالا تو خونه است، دختری مثلا در مورد ازدواج اجباریش جوری پدرسالاری پدر خودش میگیره، این نقش داره در این دموکراسی، تا در اداره این کارو بکنیم تا جای دیگه. این دموکراسی خودمون میتونیم ایجاد بکنیم. دموکراسی هم جهت داره، از قدرت مداری ها به طرف حقوق مداری. در اروپا روشنفکرا 200 سال بار حقوقی اروپا رو به دوش گرفتن تا مردم یواش یواش، در ایران هم لازم این کار بکنیم. به شما گفتم یه خانمی در هاروارد متحقیق کرده در مورد اینکه چجوری تحول ها ایجاد میشه، دیده 2-3% مردم اگر به طور مداوم در هر کشوری وایسن اونجا تحول میشه. این تداوم مقاومت ما هستش که نتیجه خواهد داد. حالا یک خطر بسیار بزرگی وجود داره اینجا، یه گروه هایی بیان بگن که نه دیگه این خطر رو سو چیز رو سیم مبارزه مسلحانه ایجاد کنن و غیم مردم بشن، این سوریه خواهد شد ایران. برای اینکه سرمایه گذاری ها روی اون وابستگی ها و سرمایه گذاری خارجی روی اون مبارزه مسلحانه خواهد شد، مردم رو خونه نشین خواهد کرد. لازمه توجه کنیم که جنبش ما زمانی که به جنبش همگانی تبدیل بشه، یعنی در درون ریزش هم ایجاد بشه، با کمترین ضایعه و خشونت به وجود میاد. مثلا الان حتما شنیدید چند روز پیش تظاهراتی بود در یک قسمت تهران، میدید نیروی انتظامی داشته مردم نگار همراهی مردم بوده. این میتونه ریزش باشه، هنوز زوده بگیم براش. پس لازمه به این نکات توجه کنیم که اگر اپوزیسیون تقلبی در داخل درست کرد و سرمایه گذاری کرد روی تلویزیون هایی نمیدونم لس آنجلسی و اینها، دلیلش اینه که میخواسته در واقع شرکت کنه در ساختن این چیزهای تقلبی. پس همیشه به یک نکته لازمه توجه کنیم. دو تا اقتصاد داریم، دو تا هنر داریم، دو تا دین داریم، دو تا جامعه شناسی داریم، همش یکیش قدرت مداران است، یکی حقوقیه. این خلق میکنه این حقوقیه، اون یکی کپی میکنه این کارها رو و در کپی کردن خودش معانی رو تخریب میکنه و موقعی که معانی رو تخریب کرد، انواع اقسام بلبشه های اجتماعی رو ایجاد میکنه. این طرف راه حل پیدا میکنه، این طرف اندازه پیدا میکنه، اون طرف بحران میسازه، چون بحرانش مشکل رو حل میکنه، این رو با یه بحران دیگه جایگزین میکنه، بحران جنگ رو پیش میاره، بعد جام زهر رو مینوشه، بحران جنگ در کشورهای دیگر پیش میاره، بحران اتمی رو پیش میاره، تموم نشد، همینطور پشت سر هم جور دیگه راه حل نداره. کپی کار بدی هم هست، برای اینکه معانی طیبه رو تبدیل به خبیثه میکنه، معانی رو درون خالی میکنه، اون اسم رو میذاره، هی هم فریاد میزنه، هی من انقلاب کودتا کرده، علیه اون انقلابی که مردم کردن و میگه من انقلابی ام. دلیلش این هستش که اون ارزش ها رو به دست فراموشی میذاره. پس لازمه یک نکته دیگه رو ما ایرانی ها توجه داشته باشیم. اگر ما درست تاریخ خودمون رو ننویسیم، برامون تاریخ غلط مینویسن. از زمان مشروطه تا حالا تاریخ دروغه به خورده ما داده. پس لازمه که وایسیم و تاریخ درست بگیم، حافظه تاریخی ملت رو تقویت کنیم. و لازمه به یک نکته توجه داشته باشیم، اگر خودمان سرنوشت خودمون رو به دست نگیریم، همینطوری که صحبتشو داریم میکنیم، یه قسمتش هم همینه، اگر خودمون به دست نگیریم، اگر خودمون راه حل رو پیدا نکنیم، برامون سرنوشت مینویسن. موقعی هم که سرنوشت مینویسن، بر اساس چی مینویسن؟ بر اساس منافعی که تعریف جانشمول نداره.
ما سرنوشتمون رو بر اساس حقوق، بر اساس تعریف جهان شمول میتونیم بنویسیم، اما اونها هرگز نخواهند نوشت. اونها در جنگ 72 ملت خوششون میاد. پس توجه داشته باشیم، قدرت همیشه احتیاج به دشمن داره و قدرت چون احتیاج به دشمن داره، دشمنش هم خودش درست میکنه. مغازه اینجا دارید شما، مغازه جلوی خالیه، مغازه جلوی را میری میخری که خودش دشمن خودش بشه، رقیب خودش بشه. پس بنابراین رژیم قاجار کی رو انتخاب کرد؟ دشمن خودش بهایی ها رو. رژیم پهلوی کی رو دشمن خودش اختیار کرد؟ توده ای ها رو. این رژیم هم کی رو داره دشمن خودش میکنه؟ رژیم پهلوی رو با سازمان مجاهدین رو. پس گول این بازی ها رو لازمه نخوریم، یعنی که معرفت ما باید بر معرفت رژیم برتری پیدا بکنه، یعنی در همه زمینه ها لازمه با در این مبارزه شرکت کنیم و زمانی که همه جانبه موفق شدیم جنبش ما به نتیجه میرسه. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون، عالی بود. نمیدونم اگه فکر میکنید که جمع ببندیم. متشکرم و ممنونم خانم ثابت. صحبت‌های پایانی شما و جمع‌بندی می‌کنم. قربانتون، من صحبت دیگه ندارم. فکر می‌کنم خیلی عالی بود. حقیقتاً این جمع همیشه یادگیری داره برای خود من و شنیدن نقطه نظرات افراد، سوالاتی که می‌کنن همش ارزشمند و امیدوارم این جمع‌ها هم تعدادش بیشتر باشه، هم افرادی که گستردگیش، افرادی که میاره، چون واقعا همه ما با همدیگه همونطور که گفتن و اشاره شد میتونیم این خیزش رو به نتیجه برسونیم وقتی فکرامون به هم نزدیکتر میشه. سپاس از شما. خسته نباشید میگم خدمت همه مهمانان، دوستان و همکاران در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. دور نیست به زودی به دست میاد.